Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. The samsor safi stas khidmat kema the Habib Hotaki sa program ke. Chefel and the Facebook the parna live da program pakhchigi. Ze de tola dostara na khwaish ka ma che da program che guri. Lutfan da sharik ki de tola dostana sara. دا دا سبا لا شولا او بیا دو ساعت پاس دا پروگرام زمون په د بهار تلویزیون کې هم پخشيږي دوستای کې پروگرام میبینن لطفا خواهش میکنم کې را امره دوستای خود شیر کنن و د یوټیوب هم کې وخت راف میتونن کې سابسکرایب کنن به چینل او تکی صاحب و شیر کنن دو میمان بسیار محترم داریم خانم مجاهد و خانم فیضانی همراه ما هستند سلام و احترامات بر اونا هم میرسانم هوتکی صاحب مهربانی او که تاسو پروگرام شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه ګران سمسور صاحب مننه له تاسو نه د ګرانی فور ډاکټر صاحب فخرنیسا فیضانی صاحب نه همدار ډول د ګرانی فور فرح جان مجاهد صاحب نه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي دا خبرونه تاسو پیری چې یو سیاسي معلوماتي او افراطي خبرونه ده معمولا هر شنبه د امریکا د کالیفورنیا په وخت سهار په 9 بجې باندې په ژوندۍ توګه د بهر په ټلویزیون کې خبریږي او لیدل متاسفانه چې یو تخنیکي مشکل له کبله دا خبرونه د ماخوښې په 2 بجې نشریږي کله دا خبرونه په فیسبوک کې د ما فیسبوک کې حبیب هوتکی او نور فیسبوک په لایک کول نشریږي هلته به دوستان خپل کمنټونه راته ولیکي خو په هر ترتیب په هر ترتیب لکه څنګه چې دوی ویل دا یو معلوماتي سیاسي خپرونه ده دا په کوم تنظیم حزب یا په کوم ګروپ پورې اړه نه لري دا یو مستقله خپرونه ده زموږ هدف او مقصد دا دی چې د افغانستان په اوسني چارو باندې رڼا واچوو د نظر خاوندانه دعوت کړو د دې نظرونه وغواړو د دې خپل نظرونه د دې شخصي نظرونه دي نو تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د اسلامي دولت په نامه سره یا د افغانستان د اسلامي امارت په نامه سره نوی حکومت راغلی دی او د دې حکومت په مقابل کې مختلف انعکاسونه لیدلي ځینې کسان د دې دولت راتګ په افغانستان کې یو خوشبختي نیکمرغي بولي او دا د افغانستان لپاره یو فال نیک بولي ولې ځینې کسان بیا د دې حکومت په مقابل کې منفي اړخ لري او پر دې دولت باندې اعتقادونه کوي خو زه شخصاً وایم چې اوس دا دولت راغلی دی د اسلامي امارت په نامه سره په دې کې نیمګړتیاوې شته په دې کې مشکلات شته په دې باندې باید انتقادونه وشي لارښوونې ورته وشي او هغه کارونه چې زموږ د جامعې او زموږ د خلکو د ژوند سره تړاو نه لري په هغه باید روښانه شي نو نن غواړو چې په دې هکله زموږ د دواړو ګرانو خوندو څخه چې دواړه نامه خدای هم په سیاسي مسایلو کې هم په دیني مسایلو کې برخه لري او دوی وایي چې دیر او غړو او دیر زرونو غړو په لومړي سر کې زکه کوم چې د هر ملمت څخه پنځه دی کې وخت واخمه چې دی د افغانستان په عمومي وضع باندې خبرې وکړي بیا به نور څه تراشه لومړی به نوبت دي چې په ډاکټر صاحب په فخرنیسا فیضانی صاحب دلش بازاري کپنه زنه په پښتو صحبت میکنه ډاکټر صاحب از نظر شما اگر امیوازه پیری افغانستان در پیل کې به ما تشریف کړی مهرباني جناب ډاکټر صاحب تاسو ته ګرانو لیدونکو ته نور ګنوال ته په دې جلسه کې د زړه کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم الا لرم چې خوشاله سهار او ماښام مو هغه سکړي په هر حال سیاسي اوضاع په افغانستان کې مختلف ابعادونه باید وسنجول سي کدی امنیتی لحاظ ای یعنی افغانستان دومره پاسباته په شل کاله کې روسي شل کاله کې نو چې اوس افغانستان باثبات دی دا یو واقعیت دی او دا کریډیټ طالبانو ته ځي ځکه چې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دومره وژنه دومره حساب انتحاري عملیات او دومره حساب امنیتی مشکلات چې موږ په خوا درلود اوس یې نه لرو او خوب واقعیت دی چې هر کسان چې امنیت ګډول نو اوس په قدرت کې راغلی دی او هغه کسان چې د دې بې امنیتي لپاره زمینه برابروله هغوی اوس د افغانستانه وتلی دي نو دا دواړه یو ځای سوی دی او افغانستان وضع اوس
امنیتی لحاظ شده خود اقتصادی لحاظ دا واقعیت تریخ واقعیت ده چه موجوینو چه پا ده راپورونو پا اساس با ده پینزه اتیاون بالا فیصد خلق پا خط زیر ده خط فقر که جوان کری یعنی یو مره دوره نلری آغا یعنی امنیت خو ټول شان نسی برابر ولای کتا سه ټول انسانان په قفس کې واچوي او تو وایس چې اوس تاسو ټول تاسو ته ازار نسی رسولای دا خو امنیت نسو امنیت هغه دی چې اقتصادي امنیت ولري تعلیمی امنیت ولري تحصیلي او شرایط ژوند په اوسو کال آرامه ژوند کې په حساب خلک ژوند کې چې له بعد مرغه هغه اقتصادي امنیت او هغه تعلیمی امنیت نشته موږ پېژو چې لبعد مرغ په د شپږ میاشتو کې د مختلفو بانو په اساس شذو ته موقع د کار نه دور کړ سوې شذو ته موقع د تعلیم نه دور کړ سوې مخصوص زموږ جونې د شپږم صف نه بالا مکتبو ته نه تللې او د دوی عمر زای سوې دي د دې له لحاظه اوس د افغانستان د شذو مسلې یو ډېر لوی ناورین د نړۍ په سطح ده او د افغانستان ملت لپاره ډېر لویا ناورین دی ځکه چې کزز یو دوه زمن لره موضوع لونی او زما زمن ځی مکتب ته او دوی خويندې نسیتلای دا یو رواني ضربه ده چې دوی په ذهن باندې وارد کیږي او لبل خو اسلام مبارک دین موږ ته حکم کوي تاسو مختلف آیات په قران عظیم شان کې لری چې وایي چې تاسو واس چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یعنی هغه کسان چې پیږي او هغه کسان چې نه پیږي سره برابر دي او په بل آیات کې چې رب العالمین بیا وایي چې ولذین اوتو العلم او العلم درجات والله بما تعملون خبير یعنی خدای تعالی جلو هغه کسان ته چې ایمان راوړی دي دوی ته علم ورکړی دي نو علم یو ډیر لوی پانګه ده او دا غنه مخنیوي کول یا ست کول دا یو لوی جفاده ده انسانیت سره ده اسلامیت سره مخصوص چې د اسلام په نامه باندې کې چې دا یو لوی جفاده ده د اسلام لپاره او د ټولنې لپاره نو زما په نظر امنیتي وزه یوازې د ټولو مشکلاتو ځوابوي نه ده خلک د دغه هغه وخت به خوشاله وي چې د دې تحول یا دغه حالات چې اوس راغلي دی افغانستان په حساب یو بل نیرو قدرت ترلاسه کړي هغه وخت به خوشاله وای چې خلک خپل هغه مدني اسلامي انساني حقوق د لاس نه وای ورکړي یعنی یو محدودیتونه به نه وای په حساب خلکو باندې په زور ځکه چې اسلام دین د زور دین نه دی خدای تعالی جل وای لا یکلف الله نفسا الا وسعها هیڅ انسان مکلف د خپل د نفس نه بالاتر مکلف سوی نه دی مګر متاسفانه اوس د نفس نه بالاتر خلک مکلف کیږي او هغه د اسلام په نامه باندې یعنی په دې باندې زه د یو مسلمان شید په صفات باندې خوشاله يم چې یو تحول په افغانستان کې د اسلام په اساس باندې راغی مګر هغه شیان هغه عمل کړ چې اوس د اسلام په نامه باندې کیږي هغه د اسلام په نامه باندې د اسلام سره جفا ده د ملت سره جفا ده د هغه ملت سره جفا ده چې دوی په دا مختلف دغه تقریبا نیم قرن کې چې زموږ استادې ملت د عادی روال د ژوند نه وتلې ده په دې معنی زه دا ما ورکم ک په دې معنی چې د کانور می دا ما ورکم بیا بنو کودتا د داوود خان چې اوس سپینه کودتا په هغه کې افغانستان خلک له بعد مرغه دغه روال د ژوند تغییر وموند داوود خان د کمونستانو د په لمسون او د دوی په همکارۍ یو کود سپینه کودتا وکړه او خلک ډیر استقبال وکړ ځکه چې دغه شاهي کورنۍ نه او د دوی دغه میراثي سیستم نه خلک ستړي وو په افغانستان کې خو له بده مرغه روال د ژوند چې د افغان ټولنې د لودله هغه افراطی ډول د چپ خواته تغییر ورکړ نو دا چپ بدلون چې ورسته بیا د داوود خان د سرنګونی د رژیم د سرنګونی او د نیستی سبب وګرځید افغانستان ته یو لوی پیسې خیز ټوپ واچول افغانستان د چپ خواته او هغه چپ خوا د افغانستان د میلیونونو بیګناه انسانانو د تباهۍ سبب وګرځید 2 میلیون انسانان پکې شهید شول په میلیونونو نور پاکستان صاحب هغه جمهوریت مو دا نظام په نصر مقایسه کیږي اغه یو چپی حرکت وو اغه د روسانو مستقیم په مقصد سره یو تغییر تبدیل لالي او دا یو بل ډول
تغییر و تبدیل دیده ته امریکا شل کال راغلی او امریکا شل کال خپل ګوندان وروزل دلی او مجور کی زما هدف زما هدف د دوی مقایسه نه دی زوایم چې ولی د افغانستان دغه دغه تغیرات ولی په داسې غیر تدریجی ډول راغی او افغانستان ټولنه ولی دی بدبختی ته ورسید کموز یو نارمل حرکتونه د لود له په افغانستان کې تاسو په یو بیا دکر صاحب څه یو چولې دا دولت څه کوت وکي د دې علاج شي وو د دې ګنا د شاپ غاړه ده دا د طالبانو پر غاړه ده د پانی حکومت د شرواق په غاړه ده د امریکایانو په غاړه ده دا به په دې پر وړه کسې اجازه یې یې صاحب ته راسو یعنی په مجموع کې ستاسو نظر د اوسنۍ حکومت په حق له د دې د خپل حق له مثبت نه دی تقریبا اچھا په صدام کې لري اسما ته په معلومات مثبت تحول باندې چې هغه لیوان ورکس ول هغه شاماران ورکس ول هغه مافیا سیاسي مافیا د افغانستان ورکس ول هغه باندې ټول افغانان خوشاله دي بله افغان نه چې خوشاله نه چې ولی دغه یو یو هغه کسان چې د پخوای د افغانستان د ملت په وینو تجارت کاوه د افغان د ملی اردو او پولیسو په وینو باندې تجارت کاوه هغه یو سپ قدرت کې نه دی په دې کې ټول افغانان خوشاله دي مګر هغه ورسته تحولات چې راځي او د افغانستان ملت حذف کیږي او توهین کیږي تحقیر کیږي د جنګ داخلو اصلي غوښتنې ته جواب نه ورکړي او جواب دی دا غډیره مهمه ده په دې باندې څو خوشاله دي بله لبنی مجاهد صاحب شما بس تشکر میکنم بیشتر از ډاکټر صاحب فیضانی صاحب خواهش کردم که برای پنج دقیقه می وضع فعلی افغانستان تحلیل کنم و شما گوش کردین و نظر شما چطور است؟ السلام علیکم بازم خدمت ادب خدمت همه شما ببینین ما از خواهرم محترم فیضانی صاحب تا اگه اندازه حرفایشون شنیدم بس ما متاسفانه که خلال در بین آمد قطع شدم مگر اگر دیده شد حالت فعلی افغانستان اول خب الحمدلله رب العالمین ببینین بعد از 20 سال اشغال اگر ببینیم ما افغانستان واقعا یک آزادی واقعا یک استقلال پیدا کرد بعد از 40-45 سال اگر دیده شد اگر ما شما بطور در گذشته بریم ببینیم باز و دقیقا در طول 20 سال گذشته که از کشورهای مختلف آمدن اشغال اینا اشغال نظامی نه آوردن اینا اشغال فکری هم آوردن که اشغال فکری از اینا تا حالی از سرات سر جوان ها و نوجوان های ما هست سر وطن و وطندار ما هست اینا به هر طریقی که تانستن هم خوردن هم بردن هم وطن و وطندار ما را تا که تانستن به طریق های مختلفش استثمار کردن حال اگر ما شما میبینیم که حکومت اسلامی الحمدلله سر را آمده یک سلسله مشکلات های خود دارم من برای خواهرم فیضانی جان هم فکر هستم دقیقا ببینین از اینا فقط 6 ماه میشم یا کم زیاد پیش ما نمیتونیم که 20 سال گذشته را که 6 ماه مقایسه کنیم اولش باز در طول 6 ماهی که حکومت اسلامی الحمدلله سر اقتدار آمدن بعد از بسیار مشکلات هایی که اینا دیدن بعد از بسیار قربانی ها بعد از بسیار بیوه هایی که ما داریم یتیم هایی که ما داریم چقدر مشکلات وطن وطندار ما دیدن چی بم های نبود که سر ما نفتی چی مشکلات نبود که ما ندیدیم تا که امروز الحمدلله ای آزادی رو ما گرفتیم ای آزادی رو قسمی است که ببینین اگر امریکا یا همکارانش یا امریکا یا همسنگرانش اگر امرای ما اینا جنگ نظامی رو بند کردن مگر بسیار جای تاسفانه است که بگویم که اینا امرای ما جنگ اصلا بند نکردن چرا کمرای ما شما اینا جنگ اقتصادی رو دارن امروز افغانستان زیر یک استثمار اقتصادی از طرف جهان غرب از طرف امریکا از طرف ناتو از طرف امراهان اینا یکی خوب وقتی که ما ای رو میبینیم که قدر مشکلات را که اینا افغانستان آمدن چیزی خزانه که بود چیزی پول که بود او سیاسون پیشتر همیشه صاف و پاک کردن مثل یک دزد خانه میدوزی میکنن اینا همیشه برده بودن هر کدامش به وجه خود افغانستان تو خود چه خالی مانده بود اینا وقتی که نظام گرفتن در افغانستان چیزی نبود سر از اونام اینا بسیار کوشش کردن چرا؟ که اینا یک سیستم پاک یک سیستم صادقانه را چلاندن در اونجا نه کدام اینا رشوت گرفتن نه کسل اجازه رشوت را دادن نه کدام خلاف دیگه همه هر چیزی که میکنن اینا کوشش از امور دارن که با مو طریقه اسلامیش با مو طریقه که شریعت اسلام ذکر کرده با مو طریقه اینا پیشرفت کنن
درست است. ما در بین در طول 6 ماه میبینیم که ما نداریم خواهرای خود به حساب درس‌هایشون مشکل داشت، به حساب تعلیمی از اینا مشکل داشت. مگر اگر دیده شوه بعضی خواهرای ما که سر کار میرفتن کار کردن، بعضی از اونایی که سر کار نمیرفتن از خانه معاشهای خود گرفتن، در خانه بودن، به خاطر که سیستم جامعه ما قسم عیار نشده بود که ما بتانیم در یک دفتر مثل سابقه واره، مثل دوران امی 20 سال گذشته واره که ما همه زن هم در یک دفتر داشته باشیم، پلو در پلو هم رای مرد. چرا که اگر ما شما ببینیم وقتی که حکومت اسلامی را در طول 20 سال که اینا اینقدر قربانی ها را دادن به خاطر پایدار ساختن یک حکومت اسلامی، یعنی حکومت اسلامی یعنی چی؟ که مو قاعده و قانونی که در اسلام گفته شده باید متوجه از او آدم باشه. خب مشکلات های بود، مشکلات های هست، مشکلات های شاید در آینده ها هم بیاید، چرا که ما هنوزم زیر استثمار اقتصادی هستیم. و در ضمن ازی الحمدلله خبر نیک خوشی است که پوهنتونا به خیر باز میشه. بسیار مسئله خبرهای خوش دیگه است که از افغانستان به گوش ما میرسه. برادر محترم محمد صاحب یکی از سخنگویای امر بالمعروف مولوی راز محمد حمام صاحب، اینا یک گفتار داشتن در تلویزیون معارف که درباره از این به بسیار دقت اینا صحبت کردن. اگر ما شما ببینیم واقعا که قسمی که دین مبین اسلام برای ما خانم ها حق و حقوق داده، ما هیچ ضرورت نداریم که پیش کسی دیگه بریم و ما ارزونا بگویم و ما حق و حقوق ما رو بتیم، چرا که حق و حقوق ما رو الله تعالی داده. پیش از این که ما سر حق و حقوق زن در اسلام بگویم، ببینیم در دوران جهالت، در دوران جاهلیت که چه قسم بود، پیش از اینکه نزول اسلام شوه یا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم الله تعالی به ما این تحفه را بفرسته به یا برهنمایی ما و شما، در دوران جهالت اینا دختر که میشد دخترای خود اینا زنده به گور میکردن. بعد از او الله تعالی چه قسم برای زنا و چه طریقش چقدر یک عزت داد زنا را، به طور یک عزت داده که آدم به هر حسابش ببینه که الحمدلله رب العالمین. این همش امید بود که سابق زنا از حقوق، از همه حقوق محروم بودن، بعد از اسلام زنا تانستن که واقعا بر از اونا با قاعده قانون گذاشته شد، گفته شد در بسیار سوره ها که ما خواهرها ما زنا چه قسم باید عزت داشته باشیم. مجاهد صاحب باشه حکومت اسلامی میشه ایست که در حکومت فعلی حقوق زن نقص شده، منظر شما چطور؟ ما حالا تاسف میکنم اگه حکومت فعلی ده اینا میگن که حقوق زن نقص شده. خب بیاین ما شما در 20 سال گذشته بریم، در 20 سال گذشته که پیسان بود، کمک های خارج هم آمد، هر حسابش برابر بود. در طول 20 سال گذشته کدام خانوما واقعا کدام حق و حقوق رو داشتن؟ اگه اینا در دفاتر میرفتن بسیار ببخشم، اگه اینا در دفاتر میرفتن هم به حساب یک ارسمنت سر از اینا صورت میگرفت، اگه اینا در حساب سپورت میرفتن همچنان، اگه اینا در مثلا ما و شما خواهم چیز بودیم که اگه یک زنی که بسیار اگه کمش بوده باشه، بسیار یک فیصدی کم بوده باشه، اطور خواهرهای را ما میشناسم کونا اصلا در می طول 20 سال به خاطر که حجاب میپوشدن، به خاطر که همو حیا و حرمت خود نگاه کرده بودن، باور کنین با ما خودشان گریه کردن، گفتن گفت با ما کار نمیدادن، آلی آمدن که کار بگیرن به خاطر از اینکه اینا محاجبه بودن. و در ضمن از او ما شما کدام حق و حقوق میگه؟ ما حق و حقوق فضلی را، ما حق و حقوق هر که ما شما میگیم، او را ما شما همه ما میدانیم که خواهرای ما را اینا چه قسم استفاده غیر مشروع کردن و چی طریقه هایی کردن. نظر شما حقوق زن چی هست؟ بعد از لکه سب سال بکنم دیم بودید. به نظر ما حقوق زنی است که زن خودش و نمو حقوقی که برش الله تعالی داده، من از خود نظر ندارم، الله تعالی و ما با قاعده گفته، احادیث شریف با قاعده و ما مثل که ما اگر ببینیم وقتی که یک شورای زنان در وقتی که پروفت محمد صلی الله علیه و سلم دوباره اینا در مدینه برگشتن، در اونجا یک مشارکت اینا یک شورای زنان آمد پیش به حساب سیاسی، حتی در اون زمان که خواهر ما به نام سمیه و سما و نصیبه که این دو خواهرای بودن که اینا آمدن به حساب رهبری زنان در اون وقت
یک شورای زنان ساختن امرای محمد صلی الله علیه و صحابه وسلم شش تا صحبت های را داشتن درباره حقوق زنان. اینا ما ایره که میبینیم هی حقوق اگر ما شما بگیم دموکراسی، واقعا دموکراسی هیچ حقوق را به زنان ندادن. حق حقوق اصل در اسلام به خانما داده شده. حق حقوق اون وقتی که الله تعالی به ما داده. ما شما باید ایره میبینیم نسبت به اینکه به حساب دموکراسی حالا بعض خوارای خودمو میبینم در سرکا میبرن همین چیغ میزنن که حق حقوق ما، حق حقوق ما. اوخ و هر تو ضرورت به چیغ زدن نداری. حق حقوق تو رو الله تعالی برات داده، اما چیز دستی ها سفید پیشت است. تو امو طریقش که است، امو طریقش بگی و امو طریقش پیشت. نه اینا ادعا داره مجاهد صاحب، اینا ادعا داره که نه مکتب است، نه پونتون است و نه کار است و حقوق ما سلب شده. و در رژیم سابقه ما اینمی حقوق داشتیم، کار میکردیم، مکتب میرفتیم، پونتون میرفتیم. همین جواب بگیم که باز نظر دکتر صاحب. بله دادا، اینا اگه ما بس که بیشتر با شما ذکر کردم که افغانستان فلحال زیر یک استعمار اقتصادی است. ما ایرم شما یک نظر میبینیم که چرا اینا کار و سیستمش برابر نشده. ما یک مشکل اقتصادی تا حالی هم در افغانستان داریم. از این نباید روی بگذارنیم. اگر یک جامعه اقتصاد بسیار مهم است، مگر ایره که تا حال نتانستن که این مکتبای خانمای این نام الحمدلله این اثر برا شد با همتون آواز میشه با زن و با مرد با مؤنث و مذکر. اگر در گذشته یک مشکلی بود، یک سلسله مشکلات بود، ببینید یک حکومت، یک انقلاب در افغانستان آمد. بعد از آمدن یک انقلاب، بعد از قدر مشکلات، ما شما در طول 6 ماه نمیتونیم که اینا را جج کنیم که بویم تو 6 ماه آمدی همه چیز پرفکت به ما بکنیم. ما آمدن دولت اسلامی را انقلاب میگن سر؟ خوی بسیار اگر انقلاب عالی بود، یک انقلاب بود که اینا واقعا آمدن. الحمدلله اونمو افغانستان با مو پسرای راستینش تاویل داده شد، گرفته شد، به زور گرفتن آمدن. اگه نیخو سر ما و شما کفر بود، ما و شما زیر اشغال بودیم. امینا هم که در حساب سیستم در حساب رهبری شیشته بودن، کدام از اینا واقعا خودشان وجدان داشتن؟ اگه می داشتن امروز افغانستان در این حالت نمی کشید. ما و شما کدام فابریکه داریم؟ ما و شما کدام شفاخانه داریم؟ کدام پل آهن داریم؟ ما و شما چی داریم؟ از این 20 سال اشغال که بود اینقدر کمک ها که آمد کجاست؟ که چی ثمره داریم؟ همین ثمره که جوانای ما مغزشان شسته شده. مجای سر تشکر. باز سمسور سر نوبت وستایی اوست و بزر در اقصب سخواه کم لکه سم شما نظر شما در نوری مبترهای مجای سر در نظر داشته باشیم بکنید سر. خواهش میکنم، مرکز نظر خود داره ای که خانم مجاهد فکر میکنه که افغانستان یک انقلاب آمده و پروا نداره اگر 6 ماه دخترای ما درس نمیخونه و زنای ما بیچاره بیکار هستن در خانه شیشتن بی سرنوشت. اینا فکر میکنم که از وضع ملت افغانستان که در داخل افغانستان است خبر ندارن. شما خبر دارین که من پیشتر مسئله را مطرح کردم که 50 سال میشه که روال طبیعی زندگی مردم افغانستان بر هم خورده. تقریبا 50 سال میشه ما بیش از میلیون ها شهید دادیم، چی در وقت کمونیستا، چی دوران به حساب جنگای داخلی و چی در دوران به حساب امی 20 ساله که به نظر شما اشغال است و به نظر من اشغال نیست. ملت افغانستان خودش تقاضا کرده از جامعه بین الملل. و اینجا وقتی که این خانم بیچاره که به حساب منبع درآمد نداره و مجبور است کار کنه و این اتهام رو باید ما بسته نکنیم که تمام زنای افغانستان در هر کار میکردن و خدا نخواسته عفت اخلاقی من حیث یک خواهر مسلمان ما نباید تو یک فتوا بتیم، نباید تو نظر داشته باشیم که والا به حساب کلگی حقوق زن حقوق است که در ارگ بود و فضلی میگفت و فلان میگفت. نه خیر، حقوق زن در اسلام مشخص است. شما خوب یادآوری کردیم و تاریخ اسلام شهادت میده زن از منبر مسجد گرفته تا به حساب صحنه جنگ و مداوای مریضا در اسلام حضور داشته. این واقعیت است، هیچ کس انکار کرده نمیتونه. این درست نیست که ما بگیم که تو در خانه بشی ما معاش تمیدیم و ما معاش هم درک نداره. این حق انسانی است. انسان خدا آزاد آفریده. یگانه بندی که ما داریم در وقت از این که در بطن مادر می باشیم که بند ناف ماست. وقتی مرد و زن از بطن مادر تولد میشه او بند به سم قطع میشه. دیگه بند ما نداریم. بند داریم دساتیر قرآن است. دساتیر قرآن این ممنوعیت بر ما نداده. ایره که بساب 6 ماه پروانه داره، 6 سال دیگه هم منتظر باشیم. 6 سال قبلی ما حکومت قبلی را دیدیم،
در اونجا وجود زنا مطلق حذف شده و حال امروز به روزی کار میشه. من مخالف اسلام نیستم خواهر عزیز، از خودت که پدر من بیشتر در اسلام قربانی داده و اولین عالم در افغانستان است که در جامعه روحانیت بر زن خود، بر زن و دختر خود، یعنی که من باشم اجازه داده که من درس بخونم تا تحصیلات عالی دکتر شوم، نگفته که اسلام هیچ حق نداره. در اسلامی حق تو نداری، اسلام تمام حقوق بر ما داده. گپ سر تعبیر و تفسیر از منابع اسلامی است که کی چی رقم توجیه میکنه. من تاسفم به این است که ما نباید این رقم قلمداد بکنیم که اسلام اینقدر محدود و تنگ است که نمیتونه تحمل داشته باشه. یک مجاهد ما که 20 سال جهاد کرده به اسلام نمیتونه تحمل از این داشته باشه که یک خواهر مسلمان خدا ببینه که او میتونه طرف مکتب بره. شما دامن عفت زنای افغانستان مورد سوال قرار نتین، دخترای مسلمان افغانستان زیر سوال قرار نتین. ما در اون پوانتون درس خواندیم در فاکولتی طب کابل. ما من حیث زن و دختر مسلمان تمام افغانستان اولین کشور اسلامی نیست و آخرین کشور اسلامی هم نخ در مرکز مجاهد سال خوب با درس و تعلیم مخالفت نکرده فکر نمی کنم چه گفته باشه. نه گفتن که 6 ماه شده انداز از حکومت اسلامی قرار نداره. این 6 ماه برای دختر ما که صنف 6 مکتب بود و صنف 7 میرفت دوره متوسط میرفت یک عمر است. اینا نمیتونیم ما این کار بکنیم. این جفا است. ایره نباید آدم آسان و سهل بگیره. به خاطر که من خودم محصل نیستم، شما خبر دارین اون دخترایی که من امروزشان گپ میزنم چطور اشک میریزن. من شاهد اون دخترایم بودم که در دوره پیشین طالبا این می رقم بساب مظلوم واقع شدن و 6 سال از تعلیم تحصیلشان ماند. ما به او فکر کنیم. تو هم یک خواهر مسلمان هستی، من هم یک خواهر مسلمان هستم. ما میگیم در چوکات دین، من پیشتر آیتای قرآن خواندم. قرآن میگه که او کسی که علم داره او کسی که علم نداره اردوش یک برابر است. واضح است که نیست. او کسایی که صاحب علم است صاحب به حساب درجات است. قرآن میگه و میگه که قرآن کل جای خطاب میکنه که لؤلؤ الالباب. ما صاحبان الباب نمیتونیم باشیم. ما زن من حیث یک زن نمیتونیم از شاعر دینی آگاهی داشته باشیم، از شاعر دنیایی آگاهی داشته باشیم. بلکل میتونیم در اسلامی بساب این حق بر زن داده نشده که تو از صنف 6 به بالا درس نخون به خاطر از اینکه من هنوز آماده نیستم. این آمادگی چی معنا داره؟ مکتبای دخترا علیحده است، مکتب بچه ها علیحده است. دخترای ما میتونست در مکتبای خود بره یونیفرم خود داشتن. در دوران خلقی ها و پرچمی ها که کس نتونست یونیفرم دخترها را پس بکنه، در دوران دموکراسی خود هرگز نداشتن. من موافق به این نیستم که یک دختر به حساب مقرر نکده باشن به خاطر از اینکه محجبه بوده. به خاطر که رشوت نداده، بله قبول دارم. به خاطر از اینکه به حساب لینک نداشته که تو مافیای سیاسی، قبول دارم. مگر به خاطر که به حساب حجاب محجبه بوده، من ایره من قبول ندارم. من همیال در یک کشور به حساب قرار دارم که او مهد دموکراسی است و در این مهد دموکراسی نمیال من حیث یک زن محجبه در عالی‌ترین مرجع تحصیلی کار میکنم با اینمی لباس خود، با اینمی چادر خود، با اینمی شکل خود. وقتی که در این کشور که مهد دموکراسی خود قلمداد میکنه، مانع تعلیم و تحصیل و کار یک زن محجبه نمیشه، چطور در افغانستان میشه؟ یک سیکل گفتارم شدن خواهر محترم مایی که باید یک سوال از دکتر صاحب میکنم. بس دکتر شما گفتین که افغانستان اشغال نبود، شما به اشغال مخالفت کردین، ولی با خاص تعریف اشغال وقتی که قوای خارجی یا کشورهای خارج در کشور یک کشور دیگه وجود داشته باشه او کشور اشغال است. با فکر ما افغانستان در طول 20 سال اشغال بود. نظر شما است. اگر شما از اون کسایی که در سیاست افغانستان داخل هستند و اون کسایی که خودشان دعوت کردن کنفرانس رو بنامد نظر بگیرین، ملت افغانستان به حساب بسطو آمده بود از رژیم قبلی طالبا و کلگی استقبال کرد که یک کس رو میخواستن که باید اینا رو نجات بده. کنفرانس بون خود از طرف افغانستان جور نشده بود، خود از طرف امریکا جور شده. رهبرای جهادی کسایی که رهبر افغانستان سهم داشتن، احزابی که یک رهبر وجود نداشت و کل دکتر صاحب اگر سریع از این بحث بکنیم
به نظر ما افغانستان هم اشغال بود و کنفرانس بون یا کنفرانس ناکام بود. شما نظر خود نظرتون میتین، من نظر خودم میتم. به نظر من اشغال نبود، رهبرای جهادی افغانستان. ما اشغال چی میگیم؟ همین آقای سیاف، پروفسور سیاف، ایرمی آقای گیلانی، این آدمایی که به حساب دست در بخش اونجا غیر جهادی داشتن. در اونجا غیر از اینکه اعضای حزب جمعیت اسلامی شورای نظام بود و اکثر حکومت به اونا تحویل داده شد، غیر از او دیگر نه نماینده افغانستان وجود داشت و نه کسا اثر افغانا تعیین شده بود. تنها امریکایا با اساس معامله ای که در پنشیر بین حمید کرزی و بعضی یک تاریخ هست دیگر. اختیار دارید، اختیار دارید، شما نظر خود دارید. اشغال اگر با او باشه که اشغال نظامی، پس یعنی میاله تمام کشورهای خلیج اشغال است به خاطر اینکه نیروهای امریکا در اونجا است. و به این شکلی که افغانستان پایگاه نظامی خود دارن. نه. پس اونا چرا به حساب اشغال نمیگن؟ امیال پایگاه نظامی امریکا در پاکستان است، چرا او اشغال نیست که از ما اشغال بوده؟ بنابراین من سر کلمه اشغال موافق به حساب که شما بحث نمی کنم. چرا بحث ما و شما اینجا سر مسائل سیاسی است. شما نظر خود دارین، شما نظر خود دارم. این که از نگاه از این که به حساب ما بخوایم آل فعلا سر این مسئله اشغال، اصل تاپیکی که شما گپ میزنین او علیده است. به نظر من قرار به حساب درخواست سازمان ملل، اگر اون وقت طالبا هوشیاری را که آل دارن اون وقت می داشتن و به حساب اون مو اسامه را تسلیم می کردن، مشکل افغانستان حل بود دیگر. جامعه جهانی نه به حقوق دارن هیچ وقت حل نمی شود، گویا یک بانه بود مثل آل بانه را می کردن. هرچی باشه، هرچی باشه، اون مو وقت ما پیش از اینکه به حساب بانه ها بوده. بله دکتر صاحب، ما میفهمیم دکتر اوتکی صاحب که ما برتون بگویم سال 98 ما اینجا آمده بودیم. جامعه افغانستان از حکومت استبداد دینی که طالبان در سالهای از 95 تا به 2001 جور کرده بودن به ستو آمده بودن. برای جناب استاد مذهبی امرای یک تعداد علمای دینی، امرای روشنفکرا، امرای یک کتله عظیم جامعه افغانستان حرکتی را به نام شورای اسلامی مردم افغانستان آغاز کرده بودند و این حرکت در سطح ملی و بین المللی رشد کرده بود. ما دعوت شدیم توسط وزارت امور خارجه. در اینجا ما برشان مستقیم ما گفتیم، ما خودم به نمایندگی از زنای آمده بودم اینجا، که نصف از پیکری اجتماعی افغانستان فلج شده. اینا برای ما میگن که به ما غرض نیست. این دیمی موقفی که امروز جامعه ما قرار داره و زنای افغانستان میگه که ما برای خاطر بساب زن افغان ما خون نمیریزیم و عسکر امریکایی کشته نمیشه. این گپ ما در سال 98 شنیده بودیم. ما گفتیم خب وقتی که شما واقعا برای شما از یک طرف دعوای دموکراسی میکنین، از یک طرف دعوای حقوق میکنین، از طرف دیگه میگین که این مسئله شخصی خود شما است، پس بنان این ابزار سیاسی است. من موافق با شما هستم که وجود زن، حقوق زن ابزار سیاسی میشه. چیزی که من موافق نیستم ایست که ما باید من حیث زن مسلمان افغان باید درک کنیم که این حقوق انسانی را کس از ما گرفته نمیتونه به نام دین یا به نام دنیا یا به نام دموکراسی. از این حقوق زن فعلا ابزار سیاسی نمیشه، استفاده سو نمیشه. شما ببینید باید در کنفرانس اروپایی باید شما تشریف میبردیم. بله سناریو باید شما تشریف میبردیم. اونا آرنا سعید روان میکنن، اونا به نام خانمی که سرابی روان میکنن. پنج زنی که در 20 سال در افغانستان وجود داشتن، اونا سوء استفاده کردن، اونا کارای کردن. چرا صدای شما بلند نمیشه؟ چرا صدا بلند نمیشه؟ اینا له ما 100% موافق شما هستم. من شخصا چی میگم، مثلا بسیار بسیار زنای دیگه است، ما اینا نقد کردیم و در برنامه خود که سبا دارم بازم سر از او گپ میزنم که واقعا این زنا تاجرای سیاسی هستن که به نام زن پروژه گرفتن، میلیاردر شدن هر کدامشان. اینا نمایندگی از زنای افغانستان کردن نمیتونن. مشکل زن افغان آوازخوانی نیست. بله. مشکل زن افغانی نیست که اجازه ندارد آواز بخونه. مشکل زن افغان تعلیم و تحصیل و کارش است و این حق در صدر اسلام زنا داشته، تا امروز هم داشته، تا آینده هم خواهد داشت. این کسی از پس از من حیث یک انسان آزاد از پیش گرفته نمیتونه. وقتی که خدا میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم هستیم، این حقوق کرامت بر ما داده شده. ما نباید شاکر باشیم که الله خیر ببینه فلانی دروازه پانتون رو باز کرد. این حق ما بود، حق بسکدنش نداشت. حق از این میره نداشت که بساب دخترک صنف شش مرا بساب از مکتب محروم بکنه به خاطر از اینکه ما انوز آماده نیستیم. باشه مجاهد صاحب چی جواب میگه؟ بس سمسور صاحب مهربانی صاحب مهربانی مجاهد صاحب مهربانی تشکر دارم.
جان سپاس ما بازم با احترام به خواهر بزرگم و شما متکی ببینین خواهر ما درباره چند موضوع اینا گفتن که ما یعنی ببینین خواهر محترم من خلاف از این نیستم خلاف تحصیل نیستم خودم یک زن تحصیل کرده هستم از یک فامیل تحصیل کرده اومدیم الحمدلله عمل چندین رشته تحصیلات ما است من اصلا خلاف تحصیل نیستم نه در اسلام گفته شده خودت گفتی که نرو میسازه یعنی یک کوچه بسیار اسمال نیقتا در اسلام بر زنا حقوق تحصیل دقیق که داده شده ببینین حقوق کار داده شده حقوق تحصیل داده شده و نه حکومت اسلامی ما از این چشم پت میکنه که نمیگه ما بر خواهرای خود حق حقوق از اینا رو نمیتیم اینا قطعا این حرف نگفتن و روزی که اینا بگوین که خواهرای ما اجازه تحصیل نداره و خواهرای ما اجازه کار ندارن اونا بشنن در خانه خود اولین کسی که در مقابل از اینا آواز بلند میکنه من خودم هستم به خاطر از اینکه چیزی که به ما الله تعالی چیزی که در قرآن به ما و شما حق حقوق داده شده ما نمیتونیم که از او هیچ کس اجازه نمیتیم که حق حقوق از پیش ما بگیره شما گفتین از خاطر مکتبا چرا بند بود دخترها و بچه ها ببینین تمام مکتبا بعض جایا بعض فاکولته ها بعض کلاس های 10 و 11 و 12 یا هر قسمی که است اونا چیزایی بودن صنفای بودن که میکس بود بچه و دختر یک جای بود خب یکی خوب مسئله بود در بعضی ولایت ها بله در بعضی ولایت هایی که اونو مشکل نداشتن اونو ولایت ها عیار بود تا صنف 12 دختر ها و بچه ها می رفتن درس خودم می خواندن مگر در جایی که مشکل بود هم مشکل امنیتی همچنان بود مشکل امنیتی بود در شروعات مسئله داعش بود مسئله دیگه بود ما ببینیم به خود داخل افغانستان امروز همی به حساب از اینی که NRF امی خود از اینا چقدر مشکل امروز در افغانستان خلق کردن و مردم ما اینا خو میخوان که یک جنگ داخلی را در افغانستان دوباره دست بزنن اینا به خاطر اینکه پول و پیسهشان و چککی که برشان میریخ یا او اکانت بانک اکانت از اینا که میشه پر میشد او نیساله از او خاطر اینا هم بادارایشان در غرب دگه و دگه ششتن و اجازه نمیتن که در افغانستان یک آرامی باشه یکی رای میکنن به یک دسیسه دیگر رای میکنن یا اونو تو دخترای پروژهی را غرب و یهود و نصارا و منافقین داخلی و خارجی میگیره که باز میان فرهنگ اسلامی ما را فرهنگ افغانی ما را توهین میکنن میان چادریار را آتش میزنن این چیزای است که حقیقتای زندگی ماست همین زنایی که در کوچه برآمدن اگر ما دخترایی که ما حق ما حقوق ما رو میخوایم در سر کوچه در سر راه در بیشروی همگی در بیشروی کمره ها یک عزت یک زن حجابش است دکتر صاحب شما خودتون گفتین که من حجاب دارم این حجابم کار میکنم ماشاءالله رسپکت به شما ببینید اون زنی که خود افغان میگه و میگه ما حق حقوق ما میخوایم او یک فتی خواهر ما را چقدرش از سرش کش میکنه او را لچ میکنه در میدان سر از او خالی و لچ میکنه میگه تو بیا که ما چادری را در بتم که دکت پای خود را توهین میکنن چرا؟ اینا میگن که ما حق حقوق این زنها و خواهرهای ما و شما حق حقوق نداره از من مادرم چادری میپوشید مادر مادر کلانم چادری میپوشید شاید دیگه ما چادری میپوشید از شما شاید همچنان بوده باشه از هوتکی صاحبم همچنان این یک رسم و رواجی است که در وطن ما و شما اوتر خواهرای را ما داریم اوتر مادرای را داریم که بدون اونمو چادری که گینا بیرون میرن یا بدون اونمو حجاب که گینا بیرون میرن اینا احساس از زیر میکنن که قسم ما لوچ هستم یک قسم من لباس ندارم از ما خواهرم که از ما بزرگتر است از استرالیا آمده بود پیش ما مهمان در خانه که جابش در سرش بود گفتم خور جان در خانه هستیم جاب تو بکش گفت حالا خور جانم جاب ما که بکشم یک قسم احساس میکنم فکر میکنم که یک چیز نیست یعنی یک زن با حجاب واقعا حجابش پس همه چیز برش است اینا توهین به چی نبود که نکردن با شما گفتین که ما آدمی مظهر دموکراسی شیشتیم یعنی در امریکا هستین فکر میکنم شما بله؟ بله گفتیم که در اینجا شیشتیم و در اینجا من چادر خودم میپوشم کار میکنم دقیق داریم در اونجا ما از در جرمنی ها ما از داریم جایی که زنای افغان ما همه جا همین زنای مسلمان ما همه جا میپوشن هم کار میکنن هم در مدرسه میرن هم در مثلا در مکتب میرن هم در زمین از ایره باید هم ببینیم که در فرانسه چی است یک زنی که اگه حجاب میپوشن باید هر ماه و فاین بده یعنی ببینین کنام یک کشور اروپایی است چقدر کتمون چقدر تبعیض
چقدر تعویض دارن امرای ما، چقدر تعویض دارن امرای ما مسلمان ها. اگه کافر ها امروز آمدن اسلام ها دباره از این خواندن و این به حساب از این دموکراسی و این فمینیزم و این حق و حقوق زن حساب غربی را، اینا اصلا در حساب حق و حقوق غربی که میان واقعا زن حق و حقوق نداره. اما دمی غرب، دمی امریکا، دمی جرمنی، دمی و بسیار جایی دیگه اینا چه قسم زنها را میرکسانن؟ چه قسم زنها را در قطب نازنده حالن برین ببینین که چی حالت است و چی روز است؟ من ایره نمیگم که در افغانستان زنها باید حق درس داشته باشن، حق تحصیل داشته باشن، حق کار داشته باشن. زنها ما نیم پیکر جامعه هستیم، باید که اونم قسم سیستم در افغانستان صورت بگیره، پیش بیایه کنمو حکومت ما بازو با بازو امرای برابرای خود پیش ببریم. ما نمیتونیم که بگویم بچه ها تحصیل کنه دخترانه، بچه ها مکتب بره دخترها، چرا ما زنها حق ما خواردیم؟ اجازه بدین خواهر محترم ما اجازه بدین ببینیم. ما زنها که هستیم اگر یک خواهر ما ندارن تعلیم اسلامی، ندارن یک ریشه اسلامی، یک زن چراغ خانه است، یک زن چراغ جامعه است. اگر زن او نداره او روت را، او تعلیم علمی اسلامی را که اگر مثل که ماشاءالله خودتان دارین، من دیدم برنامه شما را، یعنی من تو که اگر اینا تعلیم اسلامی نداشته باشن، اینا چه قسم میتونن یک مادر خوب برای طفل خود شون؟ اینا چه قسم میتونن؟ چرا که خود از اینا نمیگم که یعنی اسلام یعنی چی؟ از نفهمیدن از اینکه در اسلام اینا کمبودی علم دارن. از این خاطر امروز اگه ما شما دخترها را سر جاده میبینیم که چادری را میپوشن، هم از کمبودی علم اسلام است. اگه اینا جار از این را میزنن که ما حق و حقوق میخواییم، هم از کمبودی علم از این است که ندارن علم کافی در درباره. اگه اینا علم کافی درباره اسلام میداشتن، خود از اینا میفهمید که حق و حقوق ما داریم، مثل که خودتون ما میفهمم. ما هیچ جور از زدن ضرورتش نیست دکتر سن. بازم سر از یام که خواهرای ما که آمدن، هر کسی که هر مشکل داره، هر سخنی داره، یک زن خودش امی آوازش، گفتارش، ششتش، خیستش، همگیش حجاب است. همگیش ببینین امروز حجاب تعبیر حجاب چی باشن؟ تعبیر حجاب خود از حجاب داره. شما هم یعنی یک محجبه هستین؟ ما هم بلی. یک محجبه هستم، مگر او چادری در کجای قرآن آمده که محجبه این حجاب فرهنگ درست است؟ چرا افراط میکنیم؟ چرا او را به حساب در بیلبوردا میمانیم بر مردم نشان میدیم؟ این که مادر مادر کلان ما پوشیده ما منکر نمیشه. شما میگین مادر مادر کلان، ما خودم پوشیدیم. ما از صنف 9 تا 12 مکتب کتی چادری طالبا ببینین دکتر صاحب محترم، طالبا که هستن، طالبا یا حکومت اسلامی ما، اینا چادری را ناوردن. چرا ما بسیار افتخار میکنم، ما با بسیار افتخار میگم که در طول 20 سال اینا از ما خواستن که ما داخل افغانستان بیایم کار کنم. یعنی با میام میگم اگر در امریکا مشنامی خلیلزاد مشناسمش، در کنفرانس بونم ما بودم وقت خورد تر خورسنترین کسی که در کنفرانس شرکت کرد که من روزه تینیج بودم، تینیج در او کنفرانس من شرکت کردم، در این کنفرانس بون و این کنفرانسی که در دوها بوده ای هم من شرکت کردم. اینم این از من خواستن که بیاین امرای ما کار کنین، من نرفتم. آلمان ها گفتن بیاین امرای ما کار کنین، من نرفتم. چرا که اونایی که آمدن در سر و بیادر و مادر و پدر ما بم بنداختن، خواهرای ما رو در زندان ها بردن، که از اونا او قسم ظلم شد، او قسم بیزتی شد که خواهرای ما رو در زندان اینا ریپ کردن، اساکر خارجی و داخلی. من چطور بتانم با کدام وجدان بتانم که برای چهار پا من برم برای اینا به حساب کار کنم؟ داشتیم ما در افغانستان کسی را داشتیم که بیچاره مجبور بود و خاطر که نفقه به فامیل ما اولاد خود باید می آورد، اونا هم رفتن به حساب دمی حکومت کار کردن. من نمیگم که هر کس که در حکومت کار کرده کلش فاسد است، یا هر خواهر ما که تحصیل کرده و رفته کار کرده کلش فاسد است. نه، ما داشتیم، سیستم ما فاسد بود، سیستم ما فرسوده بود. بافت جامعه ما یک بافت بود که کلش در دست دول و مثل گودیگرکای قشکی بگاری، کل از او در دست خارجی ها بود. حتی می از هاکر ما در دست خارجی ها بود. خارجی ها برشان میگفتن که کجا برو، چه قسم برو. تو بیا همی ویدیوها رو ببین که چقدر همی از هاکر داخلی و خارجی می درایند یک قریه. چه قسم افغان های ما و شما را؟ چقدر اینا را توهین میکنن، چقدر اینا را میزنن، چقدر اینا را در ملک خودت، در خانه فکر کو، ما خانه خودت بیایم، در خانه خودت خودت بزنم، اولادت بزنم، خدای نخواسته دخترت پرتم در پیش یک سه دانه لاشخور. چی احساس میکنی او خواهرم؟ تو فکر کو که این برادرای ما، این یتیما و این بیوه هایی که ما در افغانستان امروز داریم، اینا از چه حالت تیر شدن؟ تو میگی اشغال نبود، اشغال دیگه دم داره یا سر داره؟
چه قسمش خاله ما شما چی میگیم که یک وطن ما از امریکا آمد و ما تو میگه چی کو امریکا آمد از مدار معادن زیر زمین ما استفاده کرد امریکا آمد زن ما رو رقصاند امریکا آمد حکومت ما رو رقصاند امریکا یک حکومت پپت غلام آور سر ما شما حاکم ساخت و دیگه ما تو گیره ایره نمیگیم که اشغال است اشغال دم داره یا سر داره اشغال یعنی چی که امریکایی آمدن خوب یک بگیم والله بسم الله نه قطعا نه شکر است که رفتن والله تشکر مجاهد صاحب دفاع میکنم از حکومت اسلامی ما دفاع میکنم ما شما باید سر به سجده پرتیم و نماز شکرانه بخونیم و الحمدلله بگوییم که امروز ما در افغانستان خود با چای راستین این مملکت لشکر اسلام تنها از افغانستان نه لشکر اسلام ما شما الحمدلله در افغانستان داریم که فردای نظامی افغانستان مثل که در قرآن ذکر شده مثل که پیشگویی شده اینمی لشکر ما برای انشالله و تعالی در تمام دنیا تا که بسیار مسائل دیگه می آید تشکر مجاهد صاحب دکتر صاحب پیش ازی که شما چی کنین در این بس من می خواهیم خدا شریک کنم و یک چند سوال از پیش شما بکنم یک بس اساس فکر بکنم که یاد شد موضوع اشغال که او را با امی حقوق زنان ما میتونیم که فعلا که یاد میشه و در رسانه ایچی میشه سعی کنین من خودم مادر ما در سال 1969 از پانتون کابل یک ساینتست گراجویت شده و ما که زندگی خود میبینیم هیچ امکان نداشت که بدون از یک مادر تحصیل یافته داشته باشه و در پولی از این که تحصیل یافته بود یک معلم بود یک ساینتیست بود یک زن مسلمان مثل شما واری بود و چادر و حجاب ایره ما بدون از عقیده اسلامی خود یک افتخار ماستن چادر و حجاب یک چیزی است که بیبی های ما مادر کلان های ما پوشیده و ما سر از او افتخار میکنیم امروز که این چیزا یاد میشم امی چی حقوق زنان ما باید یک کم ذره امی موضوع اشغال امی 20 سال گذشته بریم که چی شد من که وقت فکر میکنم که زیادترین ظلم سر مادرم شاید چی باشه امی تصویره که شما میبینین اینجا سعی کنین تفلک هاستن و ای کدام وبسایت هم نیسته که افغانا جور کرده باشه ای چیسته ایره شما کل افغان ها باید برن ببینن Cost of War Project که واتسون اینستیتیوت انترنشنال پابلک افیر براون یونیورسیتی که بسیار یک منبع دقیق است برای تمام ایچی که امی ایچی جنگ و اینا ایچی میکنن که افغانستان اشغال بود کل ایچی های حقوق بشر به ایچی هستن که افغانستان اشغال بود و این رقم ظلم میشه در افغانستان ما یک بم دیدیم در کابل در وقتی که عساکر امریکایی مبرامید او را در او وقت دیدیم که چی یک حالت بد سر یک فامیل آورد چون در کابل اولین دفعه بود و میدیای کل دنیا برای ازو توجه داشت در 20 سال که ما ببینیم روز به افریج اگه حساب کنیم 20 دانه بم به 20 سال سر افغانستان افتاده شد و اینی رقم طفلا دخترا مادرا اینا از بین رفتن سعی است اگه ما فکر میکنیم که این اشغال نبود کدام چیز دیگه بود دیگه اینا خو گل نمی پاشیدن در افغانستان در قریه های ما هر روز اینی رقم یک حال بود اینی رقم حقوق اونو مادرا که اینی طفلایش ما تصویرش میبینیم یا مثلا من فقط در این ورق گوگل میرم میبینم فقط در اینجا نشته است که چی در این گوگل ایمیج من نشته میکنم که افغان سیویلینز کلد با یو ایس امی تصاویر شما ببینین اینی تصویر شما ببینین که به نام کل تیم بود که عساکر میرفتن به زنا چی رقمی چی اذیت میرسان به طفلا به ایچی دیگه از این خاطر ما باید همه اولین کار که میکنیم سر از ایچی که در 20 سال چی رقم جنایات شد در اونجا و چی رقم به چی نام حقوق بشر حقوق زن
حقوق مادر، حقوق دختر پایمال شد. ای چی شد؟ وقتی که به ای چی نبیاییم، فکر نمی کنیم که ما یکی چی داشته باشیم، یک کمپیرسن داشته باشیم، چی شد؟ پیشتر مجاهد صاحب شما گفتین که آزادی ای یک انقلاب آزادی بود. بله، ما هم در ای چی هستم، چون مملکت ما اشغال بود، اینی رقم ظلم می شد در اینجا. و این تحول که آمد یک تحول آزادی بود، آزادی کشور ما بود. دیگه مجاهد صاحب، اول از شما سوال میکنم که امی کسایی که فعلا حقوق بشر امی صدایش بلند میکنه یا حقوق زنه، اینا آیا کدام سابقه دارن که یک روزم اینی چند تصویره که من امی پنج دقیقه نشان دادم، یک روزم صدای خودم مقابل از این ظلم بالا کرده باشه؟ آیا ایتو یک کسی هست دمی باعث اوزار می زنا که استفاده میشه، مثل که دکتر صاحبان پیشتر گفتن که اینا ایچی های تجارتی هستن؟ یک کس ما دمی افغانستان دمی حکومت یا ایچی داشتیم که می 20 سال صدای خود مقابل از این ظلم بالا کرده باشه بدون از اینکه طالبان مبارزه کردن؟ مهربانی مجاهد صاحب، زنده باشین. شما ببینین، تا جایی که من میبینم اگر زنها هم بودن، مثلا اینا شکریه بارگزه است، فوزیه کوفی است، بسیار اینا سیما سمر است و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه، لست بالا میره. هم از اینا که بودن، اینا به حساب باندها بودن، به حساب جیب های خود پر میکردن، مطلب خود پیش میبردن، کارها و چیزهای خود میکردن. اینا فقط حقوق زنه یا حقوق بشر بر خود یک آله ساخته بودن، آله قسم ساخته بودن که از چه قسم اینا استفاده کنن و اونمو یک چه قسم خون مردم هم دیگه چش کرده برن. مطلبش اینه، میمه از ما میخواستم بگویم اینا هستن حق حقوق را که امی خود خارجی ها که دعوای حق حقوق بشر میکنه و در افغانستان ببینین بازم اینا آمدن و دعوای زمین دارن که ما حق حقوق زن افغانستان. تو که حق حقوق زن افغانستان رو میگی، او طفلهای ما را که شما اسیر میگرفتین، امی اساکر داخلی و خارجی در قیدخانه ها منداختن و شتکای ما را بچه ها را باز بسر از یا کارهای بچه بازی خود پیش میبردن. خب شو کجا شد حق حقوق طفلهای ما؟ کجا شد او طفلهای ما را که شما سرش بمبار انداختین وقتی که در گراجویشن قرآن شریف که اینا دستار می پوشیدن؟ چی اینا چیز ما نبود که سرمانه کردن؟ نه حق حقوق بود، نه حق حقوق بشر بود، نه حق حقوق زن بود، نه حق حقوق طفل بود، نه حق حقوق زندانی بود، هیچ حق حقوق نبود. حق حقوق بر اونمو چهار نفره بود فقط، اونمو چهار نفره که جیبای زیاد پر شده می رفت. اونمو عین و غین و دگه و دگهش. تشکر مجاهد صاحب. دکتر صاحب، امی سوالم می خواهیم که از شما بکنم که این ظلمایی که شد، ما اگر چشم پت کنیم صحیح است و حقیقتا هست که شده بسیار ظلم در افغانستان در این 20 سال و اشغال، اگر ما تعریف کنیم فقط دور نریم امی خواهر و برادرای ما که در فلسطین هستند، در کشمیر هستند، حالت از یار ببینیم که اینا امروز ای چی میکنه، که ای کاش که ما افغانا واره می بودیم که آزادی خود میتونستیم بگیریم چی کنیم. دیگه اگر مبارزه طالبان را رد کنیم، بگویم که یک خشونت بود، چی بود، خیلی مقابل از این ظلم کی صدای خود بلند کرده بود در افغانستان یا در خارج؟ کدام از کدام گروه، کدام وابستگی بود که مقابل از این ظلم ها صدای خود بلند کرده باشه؟ بیاین که من نمیفهم شما حالا با دیدگاه ها فرق میکنه. جناب، ما شما نظر خود دارین، من نظر خود دارم. اگر ما سر از این بپیچیم که اشغال بود یا اشغال نبود، آیا ما صدای خود کشیدیم نکشیدیم؟ ما کشیدیم، همیشه کشیدیم. هر وقتی که بساب جامعه افغانستان از طرف هر کسی که بوده که انتحاری و انفجاری یا بمبارد بوده، ما صدای خود کشیدیم. بیشتر خواهر ما گفت آیا ای واقعا به زور آمده یا آورده شده ای تحول؟ این تحول توسط تیارای چارتر امریکایی در افغانستان آورده شده. رهبرای طالبان توسط یک مایده سیاسی که کردن با طالب، با امریکا سازش کردن، امریکا به عوض از اوها ایار آورد. خب فهمید که 2.5 میلیارد تریلیون دلارشان خورده، پس بنان آل فعلا خوبتر است که بساب هیچ کارم به نفع ایار نکرده، بنان آل خوبتر است که پروژه جدید به کار پرتیم.
بینان این رو نگویم که تحولی که به سبب ملت افغانستان آوردن. ملت افغانستان متاسفانه نقش در مسائل سیاسی ندارن. چرا ما هنوز به اون پختگی نرسیدیم؟ به اون پختگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نرسیدیم که خود ما انقلاب بیاریم. این انقلاب است که از کشورهای همسایه، از طرف بیگانه ها، از طرف بیرونی ها آورده شده. بنان ما جانب مثبتش که پیشتر ما بر شما گفتم که امنیت است. ایره واقعیت است، هیچ کس اعتراف کرده به حساب منکر شده نمیتونه، گرچه امو امنیت هم امیال مخشوش است. دکتر پیرزاده به حساب اختطاف میشه از معاینه خانش، یک دکتر دیگه که استاد پوانتون است در ولایت بلخ، او بیچاره اختطاف میشه، کشته میشه، مردش بس بس برای خانواده. مگر دکتر صاحب عمومی کار نمیشه، ما خود یک چیز بدبختی داریم. افغانستان مملکت عقده های شخصی، دشمنی های شخصی هستند و با اگر مقایسه کنیم امی تعال کلان که آمد دمی شش ماه پیشتر 2021 امیرا کتمی تعال که وقتی که تیارای امریکایی رفت در سال 2001 بمباردمانی را شروع کرد، ما شما دشت لیلی را ایچ کردیم که 3000 نفر کشته شد زیر خاک، حتی زیر خاک هم نشدن ایچی شد. به چی رقم مرده های طالبا را اینا ایچی کردن؟ شما پیشتر یاد کردین، خداوند مغفرت کنن، پدر بزرگوار شما که راستی اولین شهید راه اسلام در افغانستان بود که به چی یک ظلم و شکنجه. من قصه شما برادرتان شنیدیم و همیشه عشق می آید به ایچی ما، چشم ما. چی رقم مسلمان ها، چی رقم حافظای قرآن، چی رقم یک کسی که ریش داشت در اشغال امریکا، و چی رقم اینا با گوانتانامو بی کش شدن، با بگرام کش شدن، ای چی شدن؟ آیا شما امی ظلمایی که شد تصویر خدا ببخشه قبلگاه صاحب خدا دهی ندیدین که چی رقم ظلم شد سر مسلمان ها؟ و او رقم ظلم آل شده در می شش ماه شده؟ واضح است که دیدیم واضح است که بساب تایید نکردیم. ما براتون گفتم اگر شما صفحه فیسبوک ما رو ببینین، همیشه و حتی بیشتر خواهر ما گفت در وقتی که این خانمای پروژه ای چیز نکرده، مگر ما کردیم این کارا به خاطر اینکه ما ترجمان شهدای افغانستان هستم. او کسی شاید که نمیال گشنگی ها را که ملت افغانستان میکشه دیگرهای شما احساس نکنین، مگر ما این را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس میکنیم. بعضی که اولین شهید اسلام پدر ما بوده در سال 1352 در زمان حکومت داود خان به حساب زندانی شده، به حبس ابد محکوم شده، تمام دارویی ضبط شده. بنان ما بر شما ایره نمیگم که آل ما شما میپیچیم سر ازی که ما گفتم که شما نظر خود دارین اشغال میگین. ما گفتم نظر من به نظر من به حساب جامعه افغانستان شما نظر شما سر مسئله که اشغال، مسئله که شما میگین در که به حساب ما آیا صدای خود بلند کردیم، آیا ما تایید کردیم؟ هرگز تایید نکردیم، به خاطر ازی که اما تو که روسا جنایت کردن در افغانستان 2.5 میلیون انسان شهید کردن، 2.5 میلیون انسانه که ما برای بقای به خاطر سرنوشت پدرم رفتم نظام الدین تهذیب به حساب وزیر به حساب چی بود، سرحدات بود، و بعد از اون رئیس دفتر شورای انقلابی اسلامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. ما گفتم پدر ما چی شد؟ پدر ما خود وقت داود خان زندانی بود و باید به حساب پدر ما آزاد میشد. قانون به حساب تحول اینمی است که وقتی یک تحول می آید زندانی سی سابقه باید آزاد شود. برای من گفت که پدر تو یک نفر بود، 2.5 میلیون انسان به سرنوشت است. من که پیشتر به شما شروع کردم که جامعه افغانستان از سال 1352 که 48 سال میشه روال طبیعی زندگی خود از دست داده، قحط الرجال کمونستا به وجود آوردن، اینمی رهبرای قلابی را کمونستا در خورد ملت افغانستان دادن، اینمی تنظیمایی که به حساب که ادعا میکنن که ما جهاد کردیم 20 سال در مقابل روس جهاد کردیم 20 سال در مقابل اینا، کلیش دستای بیرونی بر ما ساخته. ما ملت نشدیم و ملت نبودیم که به نظر به فقر فرهنگی، فقر سیاسی، فقر اقتصادی ما نتونستیم که یک مشت محکم و مستحکم شویم. همیشه تا به حساب بیرونی ها از اینمی مشکلات به حساب که ما داشتیم استفاده کرده، احزاب را به نفع خود تربیت کردن. بنان او احزاب
آمدن به نسبت به اینکه به مردم خود کار کنن برای بیرونی ها کار کردن. در قسمت از اینکه شما میگین، ما گفتم صفحه فیسبوک ما رو ببینین، ما هیچ وقت تایید نکردیم، اما تا که عملی انتحاری رو تایید نکردیم، عملی از اینا رو تایید نکردیم که جفا و جنایت و خیانت است، انسان کشتن در هر قاموس و هر قالبی که باشه ناروا است، و این چی که در لباس دموکراسی باشه، چی که در لباس سوتاکراسی باشه، چی که در لباس به حساب روس و کمونیسم و کورکالی دودای باشه، این مسئله در هیچ نوعی به حساب تعبیر و تنبیه توجیه نداره. من میخوام بگم به خاطر ریا نمیگم که در وقتی که اگر شما بیادتان باشه سالای 2014 بود یا 2015 که یک عسکر امریکایی در ولسوالی پنجوایی قندهار حمله کرده بود، تقریبا اعضای یک خانواده را که به شمول 6 7 تا طفل می بود 14 نفر تقریبا شهید کرده بودند، یک مظاهره را به همکاری استاد ابوبکر مجددی یک جای برا انداختیم. من نمی‌فهمم شما تشریف داشتین یا نداشتین، آقای هوتاکی تشریف داشت یا نداشت. متاسفانه تعداد بسیار کم از این افغانای با احساس ما که امروز دعوا میکنن که در افغانستان تو شده و تو شده، در مو وقت در اون مظاهره در اون منطقه فریمان که 70,000 خانواده زندگی میکرد، از 200 300 نفر اضافه نامده بود. اینی همبستگی ما است. اتونیست که ما خدا خاموش گرفته باشم. من حیث وارث شهدا، ما گفتم هیچ کس اون شهادت به حساب اولین کسی که به حساب ضربه کمونیسم را به حساب خاندانش را تباه کرده خاندان ما بوده. پدر ما امرای 5 نفر از اعضای فامیل نزدیکش، امرای تمام پیروایش توسط حکومت کمونیستی به حساب سر مفقود الاثر شد. حتی ما قبر و گورستانشان را پیدا نکردیم. بنابراین اگر من مدافع از حقوق شهدا نباشم، کی خواهد باشد؟ چطور نمیتونم فیصله بکنم که این کار جنایتی که به حساب امریکا میکنه توجیه داره؟ من نگفتم، هیچ وقت هم ادعا را نمیکنم. ما براتون میگم که یک تحول صورت گرفته که این تحول به حساب از خودجوش ملی و مردمی نیست، نبوده. در افغانستان هیچ وقت این تحول ملی و مردمی نبوده. اگر خلقی و پرچمی آمده به زور بیگان آمده، و اگر به حساب مجاهد ما بوده احزاب جور کردن به حساب توسط منافع بیگانه ها، از امو احساسات ملی و عرق اسلامی ما استفاده کردن، ما را به حساب احزاب بر ما جور کردن، به نفع خود امو احزاب استفاده کردن. اگر امو جنایت بعد از سال 92 وقتی که مجاهدین در افغانستان داخل شدن، شهر کابل به ویرانه مبدل نمیشد، افغانستان به 20 چند مملکت تبدیل نمیشد و هر کس قلدری نمیکرد، هر کس دعوای به حساب ملک التوفی نمیکرد، به حساب ضرورت به اینمی حرکت طالبان نبود. تشکر دکتر. آمدن شر و فساد به حساب از من بردن. آمدیم سر از این که آل فعلا ما و شما مشکل عمده سر چی از تعبیر و توجیه اسلام است. امیر من قدر دلم برای طالبان میسوزه که اونم قدر به ملتم میسوزه. من دوست طالب هستم اگه اونا درک بکنن. شما در چوکات دین اینجا مسئله طالب مطرح نیست، اینجا مسئله ملت افغانستان مطرح هست. اینجا که شما اندل کسایی که گپ میزنن کلشان تا از طالب دفاع میکنن. ملت افغانستان مسلمان است، مسلمان بوده و مسلمان حق خود بود. کس حق نداره که دعوا کنه که ما هستم که عفت زنای افغان نگاه کردیم، ما هستم که اسلام حکومت اسلامی رو میارم. ملت ما مسلمان بوده. یک فیصدی ناچیز اگر شعائر دینی رو به حساب تطبیق نکردن، این مربوط خودشان است. ما در شروع عرض کردیم که برنامه نه به طرفداری و مخالفت کدام تنظیم، کدام حکومت، کدام شخص است. و سوالات ما هم خاص به خاطر روشن ساختن اذهان مردم و از طرف شما دو همشهری ما بزرگوار ما که ابریش شما نام خدا فهمیده و تصفیه کرده هستیم. خب میمیلی سر مسائل یک شوخی میکنم دکتر صاحب، بیشتر شما بگویم که همه کلی نظام هایی که در افغانستان هم حتی کلی از طرف خارج و کفار ولی ما شما بعد از زمان از کنفرانسی بون تایید کردیم بار ترتیب خیر. دکتر صاحب، تعریف شما از محرم شرعی چی است؟ یکی از انتقادات برای طالبان وارد است که طالبان به یو اخر یک محرم باید هر خانم که از بیرون میبره باید محرم شرعی داشته باشه. آیا کارش طالبان قابل از نظر اسلام چی گونه شما چی تعبیر میکنید؟ بعضی را مجای سوال جواب میده. اوکی، بسیار خوب. من از خود تعبیر و توصیف ندارم، من آیات قرآن بر شما میارم. سوره مبارکه نور است آیه 30. به خاطر که وقتتان زیاد نگیرم من ترجمهش میخونم. با مردان با ایمان بگو دیده فرعون هند، چشمتان پایین پرتین و پاک دامنی وردن، عفتتان را نگاه کنین که این برای آنان پاکیزه تر است، زیرا خدا با آنچه میکنن آگاه است. این تعریف بساب است که اسلام و قرآن از حجاب بر ما میده. باز بساب میم دمی ادامه امی سوره مبارکه
بخش زنها را میگیم. بگو بر زنها، بر زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرم فرو بندد. نگفته چادری بپوشن، نگفته که حجاب عربی در سر کنن، دیده خود را پایان پردن و پاک دامنی بردن و زیورهای خود را آشکارا نگردانن مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسری خود را بر سینه خیش فرو نهند. اینی اجاب است، اینی سطر است و در صدر اسلام. آیا که زنهای که بساب در جهاد می رفتن زخمی ها را بساب خوار ما حتما معلومات داره، شما هم حتما معلومات دارین، در سیرت النبی را خواندین، زنایی که بخش عقب جبهه را تکمیل می کردن، یعنی کارهای لوجستیکی می کردن، زنایی که می رفتن زخمی ها را از منطقه انتقال می دادن می آوردن او را مداوا می کردن، زنایی که بساب به عضو فعال جامعه بساب مدنی مدینه منوره بودن، مکه معظمه بودن، در صف آخر حضور می داشتن و هر سوالی که می کردن مستقیم خودشان بلند می شدن، استاد می شدن. شما تاریخ اسلام رو مطالعه کنین، کجا زن فلج بوده، کجا حضور زن با یک حضور با یک مرد ضرورت بوده. این تعبیرها و تفسیرهایی است که پسانها به خاطر از اینکه جلوگیری شود از فتنه، این مفسرین و حساب علمای فقه به وجود آوردن. در خود قرآن عظیم شان ما این مسئله را نداریم. زن که همونطور قبلا براتون گفتم یک موجود آزاد و کریم است، مثل که مرد است. لقد کرمنا بنی آدم. شو خداوند میگه من شما را از یک زن و مرد آفریدم، شما را مرد و به حساب قبایل و شعب مختلف تقسیم کردم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما پیش من متقی ترین شما است. این متقی میتونم من باشم، میتونین شما باشید. تشکر. کی تقوا میکنه، کی خدا را حیا زیاد میکنه، این بسیار مهم است. این تقوا ملکه باطنی است، این ملکه ظاهری نیست. من میتونم ظاهر خدا بپوشانم، میتونم که یک نامحرم محرم به اصطلاح بیارم در این شرایط. یعنی شما محرم شرعی ضرورت ندارد؟ محرم شرعی فعلا فتوای مفسرین است، در قرآن تو یک چیزی نیست، در سنت نبی تو چیزی نیست که من بر شما میگم. امیال گفتم او زنایی که در جبهه مریضا را انتقال میدادن، زخمی های مسلمان انتقال میدادن در صدر اسلام، در حضور پیغمبر، از کجا میفهمیدن که محرم این محرم است، این زخمی محرم من نیست، من نمیرم؟ چطور این کار میکردن؟ در شرایط فعلی افغانستان هم میگم، در شرایط فعلی افغانستان نخیر، ضرور نیست. به نظر من ضرور نیست. باید مطابق حکم قرآن زن دیده خدا پایان پرته، مرد دیده خدا پایان پرته. بر زن حدود معلوم است، چادر خدا در سر خود باله، گریبان خدا بپوشانه. ملکه تقوا را اگه شما پیش بکنین بر زنهای مسلمان، اینمی برنامه که من دارم به اسلام زن و زندگی که تقریبا از حساب 14 سال میشه که من این پروگرام دارم، اینم تو برنامه ها روشنگری میکنه بر زن مسلمان. به جای از اینکه شما بساب رویش بپوشانین، شما باطنش بفهمانین، بر از او اصول دین بفهمانین که خدای تو از تو خوش میشه. وقتی که تو در موتر میشینی، سیت بلت تا یا کمربند تا بسته میکنی، تو را حفاظت میکنه. آیه مبارکه سوره احزاب بر شما میخوانم اوتکی صاحب، چون شما الان گفتین بیان که امی بخشا رو بر شما بگویم که این مسئله روشن شه. بله، به خاطر میگم که این چیزایی را که ما شما میگیم باید منشی قرآنی را بفهمیم که آیا قرآن در این مورد بر ما گفته، آیا بر ما دستور داده که حتما ما باید روی خود بپوشانیم یا یک محرم داشته باشیم. اینجا قرآن عظیم شان در سوره مبارکه احزاب میگه که شما ای پیغمبر برای زنان خود و زنان مسلمان بگو که اینا جلباب خود بگذارن تا شناخته شوند، شناخته شوند. هدف معرفت است، مثل که ما سیت بلت بند میکنیم خود ما به خاطر بقای حیات خود، به خاطر جلوگیری از تکر و صدمات که وارد میشه. اینمی حجاب را که ما در سر خود میکنیم، امی چادری که ما در سر خود میکنیم، در گریبان خود میپرتیم، اینمی را قسم بگذارن که شناخته شود. در او وقت سیستم اسلام و سیستم جهان بشریت قسم بود که برده بود و آزاد بود، زن آزاد از زن برده این محدودیت ها را نداشت، اونا میتونستن آزاد باشن. خب ما شما در قرن 21 قرار داریم، ما فکر نکنیم که اتو آزادی و اتو مثلا امکاناتی که آل بر ما تکه میاثر است و آل بر ما هر رقم دخت و یا میاثر است، در 14 قرن قبل این تکه و یا میاثر نبود. شرایط فعلی گپ میزنیم، یعنی بله، اینال اون وقت
وقت زنای بردم هدف ما از این تذکر این مسئله ای است که در وقت اینمی امکانات به زنای برده وجود نداشت که اونا پرده خود یا سطر خود یا حجاب خود به شکل زنای آزاد بکنن. بنان اونا آزاد بودن، اگر او قسمتهای خود نمی پوشندنم نمی پوشندن. مگر بر زنای مسلمان گفته شد که باید جلباب خود یا چادر خود به سر خود بگذارن تا شناخته شوند، تا مورد اذیت قرار نگیرن. تشکر دکتر سن. خواهش میکنم. من برای شما اجازه بدین، من یک چیز به شما که شریک ساختین، من هم میخواهم شریک بسازم اگر اجازه شما باشه که امیدوار هستم که این مسئله را شما ببینین. اینی را که شما میگین، گرچه که من براتون گفتم که من خودم چادری پوشیدم و چادری داشتم و من با چادری احترام دارم تا به امروز مادر من و مگم دکتر صاحب، چادری که در افغانستان که یک مود فیچی بود، این خواهد تا در اطراف افغانستان نبود، بعضی صرف زنا در کابل راحت احساس میکردن. مثلا مادر کلانای ما به او را چادر نماز میگفتن. باید. چادر مثل شما واری بود یا کم ذره کلانتر از اومی بود؟ چادرهای کلان افغانان چادر بودن. یعنی چادری که پیش روی جالی داشتی خود صرف یک چیزی بود که فکر میگم در شهر قندار هم بود، در اطراف نبود، در شهر بود. بله آزم، صرف در اطراف های هیچ نیسته، یعنی ایره ما نمیتانیم که چی کنیم که یک صد فیصد یکی چیه تعمیل شده افغان هاست یا در تمام افغانستان چی هست؟ بله ای چیست؟ همین سوال برای مجاهد صاحب بریم، باز یک سوال دیگه هم داریم. بحث ما بسیار خوب است و بسیار دوستا در فیسبوک هم یعنی میبینن، بسیار نوشتای کامنت های خوب دارن. ما وقت شاید پیدا نشه که اونا را بخوایم، باز شما را دعوت میکنیم. ایران اعلام کنید که دو بجه امروز با وقت کالیفرنیا این پروگرام در تلویزیون بهار نهار هم ایچی میشه. نظر ما مشکلات تکنیکی باید مستقیما نشر میشد که دو بجه پس نشر میشد. صحیح مجاهد صاحب، نظر شما را دمی باره محرم ایچی میکنیم کوتاه‌تر اگر جواب بدین. بله ما کوشش میکنم که قدر کوتاه که بودم. خواهر ما درباره جلباب گفتن. بله یک زن مسلمان که است از حجابش شناخته میشه که یک زن مسلمان است. فرقی بین یک زن کافر یا یک زن بی حجاب با یک زن با حجاب که نید، یک سرک آدم میره میبینه یک زن است مثلا لباس عادی پوشیده، یک زن است حجاب در سرش است، اوتوماتیکلی آدم میفهمه که نمی زن مسلمان است. امو مرد داخلی هم که است یا خارجی هم که است، از امو یک قسم خود یک مسافه از ازش میگیره، یک احترام برش میگذاره، میگه زن مسلمان است. یعنی یک زن که مثلا میاید یک پیران لوچو یا یک دامن کوتاه یا یک پتلون تنگ یا هر قسم کس مثلا کس نمیخوایم بگویم، مقصد من اینه میگم که یعنی یک ذره که نسبتر نمایشتر باشه یا یک ذره که همونطور کریک کروش که معلوم شوه، یعنی نسبتا مقبولتر معلوم شوه، او را مردها زیادتر جلب توجه میکنه. خود نچلی هست، خود به حساب از اینکه ما و شما نمیتونیم کسی چشم پوشی کنیم، ما و شما انسان هستیم، مرد و زن دارن. و وقتی که مگر یک مرد یک زن مسلمان رو میبینه، الحمدلله همون جا به زن مسلمان کس هر ردی بین ازی مرد و بین ازو بین خودش یک دیوار میایه. یکی خوب بسیار ببخشیم این مثلا دیگه خواهر ما پیشتر از خاطر چادری شما گفتین راستی. بله ضرور نیست که ببینین ما نمیتونیم بگوییم که حجاب عربی حجاب اسلامی است یا حجاب یا چادری حجاب اسلامی است. اینمی است که مثل که یک زن مسلمان چادرش در سرش باشه، چادرش دراز باشه که سینهش هوریش کلش پت کنه و لباس قسم بپوشه که اونمو باریکی و کت بدن و جسم از اون معلوم نشه، اونمو رو ما شما میگیم حجاب. حجاب قسمی که باز حجاب تنها در لباس نیست، در چشم است، در گفتار است، در خیستن است، در ششتن است، در رفتن است. مثل که دکتر صاحب ذکر کردن، چرا با از ما در جامعه ما باید مردا هم حجاب در چشم خود بپوشن نکنن، اما قسم یک اعمال را که خواهرای ما اگر در مارکت میرن، در بازار میرن، کونا سبب آزار از اونا بگرده. ما نمیتونیم که همه چیز پرتیم در گردن زن که باید زن حجاب بپوشه، زن باید سرش محدودیت ها باشه، زن باید تقسیم نه. در این جامعه اگر مرد است زن هم است. مرد هم باید یک مرد مسلمان باید هم فرض خود ادا کنه. یکی میایم سر مسئله ازی که شما گفتیم که به حساب محرم. ببینید الله تعالی برای زن یک محرم هم مثل یک تحفه وارد داده.
اگه ما شما دقیق ببینیم، یک زن وقتی که تو خانه پدر است، برش محرم است، برادرش است و پدرش است، برش اگه اوی که من نمیتونم بگویم که همگی دارن میره، او کسایی که تالی دارن واقعا دارن، پدر است، برادر است، الحمدلله همه چیزشان متوجه است، حساب بیرو درو آمد رفت، لباس، پوشاک، همه چیز از اونا را. وقتی که دختر جوان میشد، یک سن میرسه، تحصیل میکنه، بعد از اون میره او خانه شوهرش. مثلا شوهرش چی میشه؟ شوهرش بر از اون محرم میشه. اونمو زن، حتی در اسلام گفته شده که وقتی که تا یک زن خانش که طفل میشه، اگه نخواهد که با طفل خود شیر بخورنه، شیر بته، اون شوهرش سر از اون حق نداره، شوهرش باید بره بر از این طفل خود دایه پیدا کنه. تا اینی حساب بر اسلام بر زنها حق حقوقشان داده شده. در غیر بسیار مسائل دیگه میایم سر از این که به حساب محرم ببینین، یک زن برش، ما زنها که هستیم طبیعتا نازک هستیم، طبیعتا جسما ضعیفتر هستیم نسبت به مردا، عقلا شاید من گفته نمیتونم، چرا که ماشاءالله ما زنها بسیار زنای داریم که بهترین عقل و فکر دارن. اینا ماشاءالله حسابش که دکتر سمینجا هستن. ما از خود اصلا نمیخوایم تعریف کنم یا بگویم، مگر داریم. ما میایم سر مسئله فیزیکی اگه انسان، فیزیکی مرد و زن، که یعنی فیزیک ما و شما کس فرق میکنه. ساخت و بافت اتمی ما و شما فرق میکنه. سو از این خاطر امی محرمه که در جامعه است، ها برای زن یک سهولت است. چرا؟ و ما خودم در این کار دقیقاً هم فکر هستم که در جامعه ما اگر خواهرای ما که مثلا بیوه هستن ندارن اونمو رای را که مثلا شوهرشان هم رایشان باشه، شاید ما در جامعه خود مردهای را هم داریم که شاید زن ندارن، شاید از جهاد آمدن، شاید یک زن دارن، دو زن دارن، میتونن که میزن دیگر بر از یام یک محرم میشه، زن سیومیش میشه، زن چهارمیش میشه، فرق نمیکنه. اگر میتونن کنمو مساوات بینشان نگاه کنن، یک بر امو زن هم یک سهاره میشه، یک بهتری میشه، یک پاکی میاد در جامعه. ببینین وقتی که ما شما سر محرم صحبت میکنیم، محرم یک چیزی است که واقعا یعنی it's like a bodyguard. برای یک زن یک محرمش یک بادیگاردش است. اگه پدرش است، اگه برادرش است، اگه شوهرش است، اونمو برش مثل یک بادیگاردش است. مگر انتقاد ایست که در افغانستان ظرف 40 سال بسیار مردها شهید شده و در اکثر پامیل ها خانم ها تناست، شوهرش پوت شده، برادر شهید شده، محرم نداره. اونا چطور بکنه؟ اونایی که ندارن، من نمیگم که باید اونا حق قضیه را ندارن که بدون محرم بیرو برن. شاید طفلشان باشه، شاید کسشان باشه، یا بعضی خواهرای ما هستن شاید ندارن، شاید طفلایشان بسیار خورده است، شاید ندارن اون محرم. ما فکر نمیکنم که اسلام هر چیز حق قدر سخت بگیره. اسلام یک دین است که با ما و شما هر چیز یک سهولت شداده، هر چیز یک چیز یک براد و چیز وسیع داده، برای هر چیز یک سهولت است. اینه که یعنی زنها باید و حتما بخشید. غیر از پدر، برادر، شوهر، کس دیگه محرم شده میتونه به خانم؟ پسرش است، گفتم اولاد، برادر، پدر. اجازه است من این سوال شما رو جواب بدم از دیدگاه قرآن؟ بفهم. اگر مجایستم که پایش حالا شده باشه، من اول اجازه میتونم خواهرم محترم ما را بفهمید. دکتر سفر اول خود تشکر میکنم از خواهر عزیز ما که صاحب لطف است نظر کردن. من هم خدا شایسته از این نمیبینم. به هر حال پیشتر ما آیت های حجاب بر شما خواندم، اینجا بعد از او را میخوانم که گفته که شما حجاب را بپوشیدین، محرم و نامحرم در قرآن تشریح شده. بیاین که خداوند چی میگه در این سوره مبارکه نور آیه 31، به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردارند مگر آنچه که طبیعی از آن پیداست. یعنی امیر روی است و فقها در مذهب حنفی که ما شما هستیم دست تا بندا و پای تا بندها و باید روسری خود را بر سینه های خیش اندازند و زیورهای خود را، زیور زیبایی خود را، جز برای شوهرانشان. شما گفتین محرم کی است؟ شوهر، پدرانشان، پدران شوهرانشان یعنی خسرانشان، پسرانشان،
پسران شوهرانشان یعنی اگر خانم ازدواج دوم کرده و شوهرش از خانم قبلی خود پسر داره بر از او هم اگر زینت عزیزن معلوم شوه پروا نداره برادرانشان و پسران برادرانشان یعنی برادرزادهایشان پسران خواهرانشان و کنیزان خود و یا خدمتگارانی که از زن بی‌نیاز هستند که ما شما او را در فرهنگ خود هموفراید یا ترانسجندر که میگیم ایتو آدمایی که مسئله جنسیت بر شما اینی کسایی است که زینتای زنها را میتونه ببینه محرمش است دیگه کسا بس هم نامحرم قبول میشه مگر ایره نگفته قرآن که شما وقتی که بیرون میبراین یک محرم که خود داشته باشه اینکه نیست نه؟ بله نخیر نیست یک سوال دیگه دکتر صاحب اول از شما میکنم باز به خواهر ما مجاهد صاحب میریم یک مشکل کلان که ما وقتی که می حقوق زن و ایچی صرف کابل در نظر ما می آید که اطراف افغانستان نمی آید و در افغانستان 70-80% مردم ما در اطراف هستند و ایچی این مشکل در کابل هم هست که به هیچ اسلام هم سرکار نداره امی مسئله تویانه یا در پشتو ولور بگیشه معامله سر زنا بدل تفلار آرسی میکنه یعنی سعی کنین هیچ اصلا بنیاد اسلامی هم نداره نه. مگر جامعه ما با عموم اقا پسمانده هسته که این مشکلات ما داره نه. و یک دوست ما کمیال باختر امین زیس پرگرام ما میبینم و یک چند وقت پیش سرمی چیزا بحث میکنیم اقا جامعه ما خصوصا در اطراف پسمانده هستن که حتی بچه را به مکتب نمیماندن بله. یک نفر که از حکومت میامد که بچه تا مکتب میبریم بر از او پیسه میدادن که ولی از خدا بچه ما را نبرین این چی نکنیم دیگه ما چطور میتونیم از این جامعه پسمانده جنگ دیده بازه ای 50 سال چی مشکلات ما تیر نکدیم که این توقع را داشته باشیم که باید یک روز در 6 ماه ای حکومت باید کل مشکلات حل شوه ای چی شوه اینا هم خب فرشته نیستن اون مردم اطراف هستن که آمدن مگم دمی دو ماه پیش که امیر المومنین یک امر صادر کردن که اینمی چیزها را گفتگه نشه اینمی معامله سر زن اینمی تویانه و که در سن سخور دارسی بدون از رضای از او آرسیش امی بدل اینی چیزا باید نشه فکر نمیکنین که دکتر صاحب که هیچ فکر یک حل زودتر به این مشکلات زنا باشه از او که تا که آیستا آیستا جامعه ما پیشرفته شوه ای چی شوه اینمی یک حکومت امارت اسلامی یک سلطه عمومی سر کل افغانستان دارن یا میتونن که امرای صادر کنن که اینمی مشکلات زنا و جامعه را زودتر حل کنن فکر نمیکنن که ایرای خوبترش باشه سوال شما محترم دو بخش داشت یکی که من که پیشتر به شما گفتم که جامعه ما هنوز به اون رشد سیاسی اجتماعی اقتصادی نرسیده که خودش یک حرکت داشته باشه و اینمی امراض خود تشخیص کنه و خود زیاد به پا بخیزن که ما نمیخوایم اینال بنان فرمولای بیرونی که وقتی میایه مشکلات پیدا میکنن ما امو فرمانی که صادر شده بود در برنامه خود تحلیل کردم ما تشویق کردم استقبال کردم به خاطر از استقبال کردم که واقعا بالاتر از 50% زنای افغانستان در اطراف حتی زنایی که در داخل کابل در افغانستان در پایتخت ها زندگی میکنن از این حقوق محروم هستن یک زن وقتی شوهر پدرش بمره بساب میشرمه که از برادرهای خود حق خود بخواه حتی در کشورهای بیرون هم که هستن اینا هنوز به او چرا فکر میکنن که این دقت یک دقم گناه است نمیفهمن چون آگاهی از قرآن ندارن مشکل عمده و اساسی جامعه ما به نظر من این است که زن و مرد مسلمان ما متاسفانه از حقیقت دین ما خبر نداریم متاسفانه دین ما خلاصه کردیم برای 5 وقت نماز خواندن و برای مسجد رفتن و از این سال به دیگه سال یک دفعه روزه گرفتن و اگر به حساب پیسه داشتیم بریم حج و او را به حساب از این که نام کمایی کنیم که مرا حاجی صاحب یا حاجی صاحب بگوین شعائر حقیقی دین متاسفانه 3 چیز علامه صاحب فیضانی پدر من میگه که به حساب مثلث بدبختی جامعه ما است در کتاب برای جهان به تلسکوپ قرآن اول زمامدارای سیاسی دوم رهبرای روحانی سوم سرمایه‌دارا
یا عرصهشان دست به دست هم دادن جامعه ما را در اینمی جامعه را در اینمی نقطه رساندن که امروز حقوق انسان در اوج پامال میشه، حقوق زن در اوج پامال میشه و جامعه به او سرحد نرسیده که زن به حیث یک انسان بشناسه که واجد اختیار ازدواج خود است. ما قتل کردیم، گناه کردیم، بسا جفا کردیم، نباید دختر ما قرب جزای از این قتل بتر، نباید به بد داده شود، نباید بدل شود، نباید به صاحب زنی که شوهرش مرده برای دختر بچه‌ای که به بغل خود او را کلان کرده 7 ساله تا جانش شوشته منتظر از او ایور خود باشه که جوان شود و ای امرای از او عروسی کنه. این می کلانترین ظلم است در اجتماع ما. این کارا در افغانستان هست متاسفانه. من 100% برای شما عقیده هستم و حتی از می مخصوصا از کلچر ما میه، از کلچر پشتونا میه زیادتر. و وقتی که من از خواهر برادرایی که در این مورد معلومات دارم برشون میگم بیاین بشینیم، اینمی جفا است، اینمی بسیار کلانترین ظلم در حق انسانیت است و این بدنامی تاریخ ما است، بیاین که کار بکنیم. ولی نه نامش نگیریم، بسیار این چیز است عرف جامعه است، مردم قبول کردن. اینی چیزایی است که در برنامه خود ما همیشه تحلیل کردیم و همیشه گفتیم و تایید کردیم این فرمانه به شرط از اینکه جنبه تطبیقی بگیره، واقعا زندگی به بدل داده نشود. این که دست فرمان در روی ورق بانه مثل که بسیار فرمان ها در روی ورق مانده و جنبه عملی نه در حقوق زن پیدا کرده، نه در حقوق بشر پیدا کرده، نه در زمان دموکراسی پیدا کرده، نه در زمان سوتکراسی پیدا کرده، نه در زمان کور دیکتاتوری پرولتاریا پیدا کرده. کل چیزا بسیار زیباست در روی ورق. اگر وقتی که تنبیه جنبه تطبیقی نداشته باشه هیچ فایده نداره. امیدوار هستم که نمونه هایش حکومت طالبان نشان بده که واقعا این ما بساب که اینمی گپ را که فرمان صادر کردیم اینقدر زن حقوقش دادیم، اینقدر ازدواج اجباری را جلوگیری کردیم. ما براتون مستند گپ میزنم، وقتی که دوره اول حکومت طالبان آمده بود ما کابل رفته بودم، ما افغانستان رفته بودم، دخترکای نابالغه بساب نوجوان نوجوانه بساب برادرای طالب ازدواج کرده بودن. کاش که اینا پیغمبر خدا 11 بار ازدواج کرده، 9 حرمش تا وقت حیات خودش بوده، این 9 حرمش به استثنای بی بی عایشه صدیقه تمام از یا بساب بیوه بودن، تمام از یا عمرشان از پیغمبر خدا کرده بیشتر بود، اکثریتشان عمرشان از پیغمبر خدا کرده بیشتر بود. چرا پیغمبر خدا ازدواج های متکرر کرد؟ به خاطر از اینکه دستگیری کنه. جامعه افغانستان مثل جامعه بدوی است. پیشتر خواهر ما گفت که به حساب زن محتاج یک محرم است. نه خیر، اگر ما خودم من حیث یک انسان که این جاعل فی الارض خلیفه بدانیم و اگر در چوکات شعائر دینی حقوق و وجایب خود بشناسیم، ما ضرورت به این نداریم که حتما باید یک پایگاه داشته باشیم که از ما دفاع کنه. چرا ما خود ما در چوکات دین از خود دفاع نکنیم؟ چرا ما با جامعه خود اینقدر روشن نسازیم که جامعه ما مسلمان و اسلامی باشه؟ امیال ما در کشورهای خارج زندگی میکنیم، شما ما ترس و هراس در نیمه شب که از خانه برایم نداریم، مگر اگر در افغانستان و پاکستان و ایران و عربستان شما در نیمه شب براین احساس خطر میکنین. چرا در اونجا امنیت نیست؟ اونجا برشان میگه که زنی که در نیمه شب از خانه میبرایه خدا نخواسته عفت نداره، بنان بر تو آزاد استی که ارچی میکنی. چرا در ذهنشان ای پیچکاری شده؟ ما به نظر من حیث یک زن مسلمان اگر ما حقوق و واجب خدا در چوکات شعائر دینی بداریم و چیزی را که به حساب اسلام و قرآن بر ما گفته او را تطبیق بکنیم و به ذهنیت یک دیگه والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء و بعد یامرون بالمعروف و نهون عن المنکر، زنا و مردای مؤمن اینا امر میکنن به نیکی و منع میکنن از بدی و اینا به حساب با همکار یار و مددگار یک دیگه هستن. اگر ما اتو عضو فعال باشیم، امیال اگر طالبا یک زن فعال در پالوی خود داشته باشن، مشت محکم است یک حرکت به حساب یک جنبش کلان زنانه را در پالوی خود داشته باشن، نه به اون شکلی که چادر به حساب اجابای عربی را پوشیدن و استاد میشن که ما تو میکنیم، به اون شکلش نه، به شکل واقعیش خود جوشش زنای مؤمن در پالویشان باشه و اونا حق استدلال مثل که امیال مکه شما استدلال میکنم، اجازه استدلال بر ما بده و ما را به حساب در چوکات دین برای ما حقوق و عجایب ما را به رسمیت بشناسه، عرف جامعه را، کلچر و فرهنگ. من یک مذاق هم میکنم، میگه که افغان ها نیم قرآن را قبول کردن، بالاتر از نیمش ما عرف و کلچر را، همین چیزایی را که شما یاد کردیم، به بدل دادن، به بد دادن،
بس این زن بیوره حقش ندادن، حق میراث زن محروم کردن، چی از شوهرش باشه، چی از برادرش باشه، چی از خانوادهش باشه، این کلش عرف جامعه است، این دستورات دین نیست. اینمی ذهنیت خواهی به نظر ما طالبا به جایی که او را بساب این تو دساتیر بانه که زن نمیتونه و بساب بلبوردا تصویر یک زن چادری داره و یک زن حجابی دستکش پوش سیاره بساب بگذاره، اینی بخشا را برای مردم تنویر بکنه. علمایی که در اوجه هست بشانند که نه برادر مسلمان، این خواره که بیرون میشه این زن مسلمان است، این در صدر اسلام حق داشت، این در جهاد اشتراک میکرد، این در غزوات اشتراک میکرد، این یک عضو فعال جامعه بود. سوال مسلمان است از حبیب خدا میکرد، پس بنان اجازه بدین، شما نباید که تنگ نظر باشین. اکثرا ما از زبیرا مجاهد چیندم، هنوز عساکر ما آماده پذیرش بساب حضور زنا در جامعه نیست. چطور عسکر مسلمان است؟ چطور بیشتر جهاد کرده که تا حال آماده به این نیست که یک زن مسلمان در چوکات شعائر دینی و گیریم غیر دینی باشه، گیریم یک زن یک کمک مویش مالو شود. تو باید ملکه تقوا را داشته باشی، تو باید چشمت پایان پرتی، نه ای که او زنه در بند پرتی به خاطر از اینکه ایمان ما خراب نشود. ایده ایچ کار مجاهد صاحب نظر خود می تدر زمین اگر سمسور صاحب سوال نداشته باشه. ما همین چیز نظر مجاهد صاحب می خواستم. خواهر ما گفتم که سوال شما دقیق، شما سوالتون نکنین که من جواب خود باریز. ما امی بعضی چیزای کلتوری افغانی که هست که بسیار بر زنها خصوصا در اطراف افغانستان حتی در کابل بله بله از خاطر همی تویانه و بعضی مسئلهای دیگه هم گرفتم و امی عبر که صادر شده بود در طرف امیر المومنین بله فکر نمیکنین که طالبا بهترین یک حکومت هستن که امیر از ورق میتونن که در جامعه چی کنن تعمیل کنن؟ جواب به حرف شما ببینین، الحمدلله در طول اما قدر سالهای تا وقتی که من میتست راست چپ خودم میشناسم، ما همونطور یک چیز رو ندیدیم، همونطور یک قانون رو ندیدیم به افغانستان. ببینین ما شما الحمدلله اسلام بهترین دین است، بهترین چیز با ما شما گفته و فامانده و برای ما شما رهنمایی کرده، برای بشر رهنمایی کرده، تنها با مسلمانان برای تمام بشر. مگر ای که در کشورهای عربی است یا مثلا کشورهای در افغانستان یا بعضی کشورهای دیگه که هستن، اینا بساب فرهنگ جامعه خود ایره چه قسم پیش میبرن، ما او را نمیتونیم سر اسلام بردیم. یک در افغانستان ما داریم و بسیار جای تاسف ما میگم که این سلسله کارهایی که توانه میگیرن بدل میکنن، حتی جای ما شنیدیم که بعضی اوقات یک اسب و یک چیز را یک دو دانه اسب میگیرن یا به جای از او دختر را میتن. این چیزهاییست که واقعا یه هم خلاف اسلام است، یه هم خلاف بشریت است، یه اصلا خلاف انسانیت است. تو چطور یک دختر برش اجازه از ایرت نادن نمیتونی که او چی میخواه؟ نکاح او وقت قبول میشه وقت که دختر خودش بفهمه که کدکی نکاحش میشه او این کار قبول کنه. در غیر از او کسی یکی نکاحی که به حساب زور میکنن و به حساب میله تفنگ در قریاجات ها صورت میگیره و فقط میگه که تو خواستن اخی گفتن نداری، نه فقط که فلانی عرصی که خلاص، این کارهایی است که خلاف است. الحمدلله که امروز در افغانستان ما یک حکومت اسلامی است، باز بخصوص امیر المؤمنین بزرگوار، اونا محترم خودشان امی مسئله هایی که در جامعه ما هستن همیشه گفتارهای مبارک از اونا رو ما میشنویم، همیشه رنمای های مبارک از اونا رو به ما میتن. واقعا اونا به حساب یک منار هستن، منار وفا در وطن ما، که الحمدلله شکر است که ما همون یک بزرگ داریم که هست، متوجه است، ترس از الله تعالی داره و کوشش زمیره داره که در جامعه افغانستان اصلاح را بیاره، در صفوف مجاهدین اصلاح را بیاره. در تنها یک چیز نیست، اونا را اگر صحبتهایشان را بشنوین در هر مسئله جامعه ما و شما کس کوشش از اونها را بیاره. دکتر میگه یک گفه عملی نیست، میگه تنها در روی کاغذ است گزارش بدن. نه اطور نیست که بله 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 دکتر صاحب محترم اجازه بدین ببینید، شش ماه صورت گرفت تا اینا شش ماه هستن که به سلسله آمدن و الحمدلله در می طول شش ماه اگر ما شما واقعانه مجاید صاحب ببخشید یک مداخله میکنم، و چرا یعنی قانون در 20 سال در 20 سال دموکراسی امریکایی در افغانستان امتر قانون وجود نامد امرو یک روشه میکنم؟ بله بله خب میایم اول سر از اینکه
سر از این مسئله که امروز الحمدلله ببینیم در طول همین 6 ماهه که همین حکومت اسلامی ما الحمدلله سر اقتدار آمده این را پیشتر خواهر ما گفتن که اینا به حساب کشورهای همسایه آمده یا به حساب امریکای آرورش نه خواهر محترم ما هی یک جنبش مردمی بود هی یک خیز مردمی بود این ظلم را که مردم ما دید ملت ما دید ما شما ملت تنها گفته نمیتونی بود که در کابل زندگی میکنه ما بیاییم در او قریجات های را قصهش کنیم سر از اونها بمبا انداخته شد در پیشروی چشمشان سر دخترهایشان تجاوز شد این چیزایی است که این قوت مردمی بود که موز الحمدلله ما در افغانستان یک حکومت اسلامی داریم و تمام مردم ما ملت ما حکومت اسلامی ما را سپورت میکنند اینه که خودت به حساب نسبتاً در مقابلشان یک اندازه فکرهایی داری که نسبتاً منفی هست در بعضی اوقاتش در بعضی مسائلش خودت هم میگی که اوله میگی حق است عدالت است ها ببینین عدالت نگفتین عدالت نگفتین ببینین شما طالب به خاطر از اینکه شما همه چیز میخواین که everything be perfect in 5 minutes it's not gonna happen نمیتونه که صورت بگیره که در طول 6 ماه ما از طالبا توقع زیر داشته باشیم که یک پرفکت حکومت اسلامی را سربراه کنه و همون تمام هر حق و حقوق و تمام یک شریعت اسلامی پرفکت را بسازه that's good news it's not possible it, هر چیز از خود وقت میخواه خواهر محترمم هر چیز از خود وقت میخواه زمان میخواه طریقه میخواه این نیست که اینا نمیخواین بتن میتن چرا نمیکنن میایم سر مسئله ازی که پیشتر خودت درباره ازی گفتی که انتحاری ببینین انتحاری تا فدایی بسیار فرق میکنه انتحاری او کسی است که میره خودم میزنه در بین مردم میکشه مثل که عبدالله ناصالح آورده بود مثل که دگرایشان آورده بودن همیالم امروز همی دایشی همی کار میکنن که در سر چیزای ازارای ما خواهرها و برادرهای ما در مسجدهاشون و در مبارشون که چه قسم اینا آمدن همی خود اینا انتحار کردن اونا را میگن انتحاری فدایی کسایی که برادرهای ما که در طول سادمه قدر سالهای جهاد آمدن برای اسلام اینا آمدن به خاطر اسلام جان خود را فدا کردن ما انتحاری را فرقش تا فدایی باید بفهمیم فدایی یعنی چی؟ انتحاری یعنی چی؟ انتحار رو کسی میکنه که میره از این دنیا گفتی اگران تو یک چار تارکت خود میبره خودش مرتد و مردار میره به او دنیا در این فدایی یعنی که اینا شهید میکنن خدا برای الله مثل که برادرای ما مثل که صحابای ما رفته بودن در میدانهای جنگ که شهید شدن وقت نبود وا این کار نکرده بودن هی سلسلهش نبود این سال 2021 نبود این تیاره نبود این بم نبود این سیستم نبود در ساده اون وقتا خو یک تیاره هم خونه بود که از بم میامدن بمبای مادرای بم بسر وطن ما منداختن اون سلسله هم خونه بود نه سال فرق میکنه سیستم فرق میکنه به حساب تولیدات فرق میکنه همه چیز از این همه تو سیستم جنگی فرقشان هست مجاید صاحب یک سوال دیگه که چون وقت پروگرام به آخر میرسه تشکر از شما که تقریبا 1:45 دقیقه شده و بحث بسیار خوب است دوستان فقط یک در دقیقه دیگه دوام میتیم باز چیش میکنیم مجاید صاحب نظر شما را اول امی بعض کسایی که خود جبهه مقاومت میگن و این خوب برای ما معلوم هستن که کلش همون جنگ سارالا و ظالما و قاتلای وقت پیش هستن در پلوی عقیده ما شما یک وحدت ملی داریم یک هویت ملی داریم که افغان هستیم شکر به یک جغرافیا و چیستیم دو زبان مشترک داریم تاریخ مشترک داریم ما فعلا میبینیم که همی کسایی که همی مقاومت خود نام میتن اینا یک بیخی آلس واضح صدای تجزیه افغانستان میکنن و حتی زیادتر همی کسای شان هستن که میگن که ما افغان نیستیم شما چی فکر میکنین یا اینا کدام آینده شاید داشته باشن در افغانستان بله همه بسیار تعجب میکنم یعنی جبهه مقاومت یعنی همون کسایی که زیردار گریختگی هم نمیاستم بله 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 همین لندقرار اگه ببخشید من میخوایم هم یک الفاظ از زبان خود بگیرم اینا خزیر دار گریختن چرسی ها چلمی ها دوزا رازن ها
سیاسیونی که واقعا در سابق تاکت هاشتن خوردن بردن دوزیدن عالم افغانستان صاف کرده پیسایش بردن یعنی چقدر اینا به حساب وار کرایم اینا کمیت کردن این نمونه هستن که در خارج شیشتن و باز اینا رو برشان یکان دانه مندازه خویا خو کلشان به حساب همون پروژه ای هستن $100 اینجا رای کو پینجا اینجا رای کو علی ای را برخصانی تلفون های ایسه کنداز هستن پیسه پر تو برخصانیشان گپ بزن گودیگه کاستن خو اینا کدام مقاومت امی افسوس بنام از اینا نام خودم مقاومت ماندن کدام مقاومت وقتی که امریکا آمد خوار مادر تو رو برد ریپ که سرش تجاوز کرد کجا بودی؟ کدام مقاومتت کجا بود؟ ها؟ وقت دانت پیسه می آمد وقت چوب بودی به خاطر که جیبت پر بود وجدانت فروخته بودی ایمانت فروخته بودی حالا آمدی میگی که ما وطن ما آزادی ما وقتی که 20 سالش کار بود شما کجا بودین؟ اولندقه را او بی غیرت ها اینه خب مشنوین بشنوین وقت کجا بودین که حالا آمدین میگین که ما مقاومت میکنیم که افغانستان ما حکومت پاکستان آمده نه اگر طالب ها میگن که دست نشانده پاکستان است این حرف های مزخرفات از این هست من باید تأسف میکنم به افکار مردم ما که چقدر فکر کوچک اینا دارن طالب ها اگر سر بر یورو خم نکد و دلار خم نکد و پاوند خم نکد باز میره بر روپی پاکستانی خم میکنم افسوس من به این میکنم که اینا آمدن به حساب از این که جبهه مقاومت او برادر کدام مقاومت مقاومت میکدی اون وقت میکدی که وطن اشغال بود حالا الحمدلله آزاد شده حالا شما این منافقت رو چرا آوردین چرا میخواین در افغانستان شما خواستن فکرتان اونم اون پدرام هست هر بیشرف و پدرنالت دیگهش که هست که آمدن که میگه ما افغانستان رو تجزیه میکنیم تجزیه چی؟ چرا تجزیه؟ چرا میخواین که توته توته کنین؟ مطلب شما خیلی نظمی است که تجزیه کنین شما خواستن افغان نیستین اگه افغان هستین واقعا مسلمان هستین ما شما خو ببینیم در اتحاد اسلامی خود چرا فکر نمیکنین؟ چرا دست اتحاد اسلامی نمیکنین؟ اتحاد افغانی نمیکنین؟ تجزیه کو بدخشان به ما بده و چارکار به ما بده و پنشهر به ما بده افغانستان کلش یک منطقه است یک کشور است در اینجا در هر زبانی که ما داریم اگر در این زبان پشتوی ما از زبان ازبکی است هر لسان دیگه ما هست ما شما کل ما اقوام اینمی کشور هستیم اینمی قلمرو هستیم ما شما کل ما افغان ها هستیم گل اینمی باغچه هستیم هر گل های رنگ برنگ زبان های مختلف رسم و رواج های مختلف در مختلف ولایت ها اینمی مقبولی افغانستان ساخته بله شما در بامیان خوارا برادرای از ما یک رسم روج دارن ازبکای ما دیگر رسم روج تاجکای ما دیگر رسم روج پشتونای ما دیگر که اینمی کنش نورستان ما دیگر اینمی کنش یک مقبولی میره اینم ببینین اینی پنج انگشت است پنج انگشت میشه یک مشت ما شما چرا در افغانستان یک مشت نباشین که بیا ایره بکش ایره بکش ایره بکش تشکر مجای صاحب وقت کم است بس که در عمده سوال دکتر صاحب جواب وایی دکتر صاحب سایس بجای خلصا نظر بگی ببخشین دیگه تشکر بسیار خواهر عزیز ما بیشتر بسیار تبصرهای کردن سر انتحاری و استشهادی دیگر روز اگر دایش ها هم در قدرت آورده شوند بازو ها میگن ما عملیات استشهادی میکردیم ما انتحاری نمیکردیم بنان این تعبیر انتحار در اسلام نیست دایش هستن مسلمان نیست اجازه بدین شما گپ زدین من خاموش بودم حالا اجازه بدین که من گپ بزنم قرآن واضح سری در قرآن میگه که قتل نفس حرام است واضح گفته و کسی که بسا قتل نفس میکنه ای که نه که در صدر اسلام این نبوده در صدر اسلام شاید اونجا راهی می بود که انتحاری اگر جواز می داشت قرآن جواز نداده شما نمیتونین کس را بگوین که ای و علما من مجتهد هستم نه خودت مجتهد هستی که فتوا بتین ما که ای در این صورتش حلال است در این صورتش حرام نیست حرام است بسیار دکتر صاحب می جنگای بدر اینا که قتل شده نه امی شما گفتن قتل ای چیز ده اونجا در جنگ که قتل میشه اون چطور است؟ در جنگ که شما میکنین اون مسئله جهاد علایده است دستور قرآن در اونجا مثلا واضح گفته که شما کسایی را که حقتان هم میخوره شما باید در مقابلشان جهاد بکنین و جانتان و مالتان امی طالبا که میگن که حق ما خورده خانه ما بمبارد شده زن ما کشته شده اولاد ما کشته شده ما مقابل امی اشغالگر جنگ میکنیم دیگه اون خود کردن مسئله انتحار گپ ما سر مسئله انتحار بود انتحار در اسلام نیست ای کال مجتهدین است
ما مسئله ما ای است که خواهر ما میگه که دکتر صاحب ما اجبار میگه اونا فدایی میگه اشتهاد میگه این مسئله مسئله است که به حساب وقتی که ما گفتم تان حرکت های بیرونی وقتی که نیرو جور میکنن بعد از او تعبیر و تفسیر خود دارن دیگر روز اگر دایشی ها در قدرت برسن باز میگه ما عملیات انتحاری میکردیم اگر چی که در شفاخانه چاسا دستر کردیم چی که در بساب در مقابل برادرای خواره ازاره ما در مبین موتر کردیم یا در اجتماع مسجد جان کردیم کلش استشهادی کردیم اینال بنان این کار ما و خودت نیست که فتوا بدیم این کار مجتهدین است که به کدام اساس اینا فتوا دادن که به حساب اولین انتحاری در تاریخ انسانیت از طرف ژاپنیا شده در مقابل اشغال به حساب امریکایی‌ها ژاپنیا پیلوتای ژاپنی اومدن به حساب عملیات انتحاری کردن که تیاره زدن خود سر از او قوای امریکا که در هوایی بود حال از او بحث متیر میشم اگر دکتر صاحب شما پیشتر فتوا دادین که این انتحار است و دکتر صاحب مجاهد صاحب فتوا داد که ما فتوا ندادیم یک دقیقه ما فتوا ندادیم ما فتوا ندادیم ما فقط گفتم که بین فرق بین انتحاری و فدایی یعنی چی ما فتوا ندادیم ما قدر علم ندارم ما عالم نیستم ما نمیخوایم حرفای من کسی تویست کنه ترن کنه و یک رقم دیگه شه بکشه پر ازش قیمه شه بسازه نه ما اصلا فتوا ندادیم ما به خودی حقم نمیتم ما قدر علمم ندارم که من اینجا بیشنم فتوا بتم این کار علمای ما است این کار کسایی است که در رشته واقعا تحصیل دارن علمشان بالاست ما خب برابر یک موی یک برابر نظر دادیم مگر مطلب ما اینجاست ما فتوا ندادیم فدایی انتحاری فرق میکنه خواهرم مسئله دایش گفت خواهر محترمم دایشی ها که از پروژه یهود است دایش ها پروژه امریکا است دایش که از در لابراتوار CIA و ISI و دیگه کلش اونجا پخته شدن و برابر شدن و آورده شدن داخل افغانستان را برده شدن در اونجا ای شما چه قسم میتونین یک لشکر اسلام ها؟ یک لشکری که بر اسلام آمده و بیرق لا اله الا الله محمد و رسول الله را بالا میکنن شما او را کت یک پروژه کت یک یهود برابر کنین یه خواستم شد ندارم یهود تو اسلام کن یهود چه سمیتونی میتونی اجازه میتین ما گپ بزنم یعنی که شما لکچر بدید خواهر عزیزم وقتی که گپ سر اسلام میایه وقتی که گپ سر برادرای ما میایه سر لشکر اسلام میایه که لشکر اسلام الحمدلله امروز در تمام دنیا افغانستان و مجاهدین ما در تمام دنیا یگانه لشکر اسلام هستن که واقعا برای لا اله الا الله محمد رسول الله مجاهد صاحب نوبت دقت شما نوبت مراد نمیکنید نوبت مراد یک جانبه قضاوت میکنه و میخواد که حساب نظر خود تحمیل کنه تحمیل کردن نمیتونیم هر کس نظر خود داره شما گفتین ما هم جواب گفتم شما ثبوتتون بیارین به حساب عمو بیرق داعش هم لا اله الا الله محمد رسول الله داره بیرق ملی افغانستان هم لا اله الا الله محمد رسول الله بود معنای از این نداره که وقتی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله یک کس در بیرق خود زد یاد به حساب گفت اینی می دیگه اسلام است شما میفهمین خوبتر گفتین ای پلان یهود و نصارا آرام نشیشده ما او تو را نمیمانه که بساب ما به پای خود استاد شویم خود ما خانه خدا آباد بسازیم توسط لشکری های بیرونی به اشکال مختلف میخواهد که ما او تو را به هم پرته و زمینی کار و فعالیت بر خود مساعد بسازه ایره هم را یک موافق هستم مگر گپ ما ای بود که خودت گفتی که اوها استشهادی کردن اینا انتحاری میکنن ما گفتم که انتحار مسئله فتوای ما و خودت نیست این فتوای علما است ای که چرا کیا اینا فتوا داده از خمینی گرفته از مرکز بساب شورای اسلامی که برای فلسطینی ها فتوا دادن از وقت این مسئله آمده و مجاهد صاحب آمین چیز در جنگ ایران شده در جنگ بساب فلسطینی ها شده این شده اینال پس بنان ما نمیتونیم قضاوت کنیم که اینیش استشهادیست اونوش انتحاریست هدف ما این بود من در مرجع فتوا شیشتیم نه فتوا میدم مسئله سریزی است شما سوال کردین از من که شما راجع به قوای شمال چی میگم به نظر من اینا اونمو گوای قوای شمال نه قوای شمال نه مقاومت شمال یا هر چی که است نه تنها شمال نیست تنها یک ولایت است گوای گوای پیر کنجاره خو میبینن ما شما در پشتو هم یک مثل داریم این چیزایی است که اینا به خاطر منافع شخصی خود او تجارت هایی که اینا داشتن او بزنس سیاسی و بزنس مافیایی را که در افغانستان روان کرده بودن برای وقایع از اونمو میخواین جنگ کنن میخواین برای از اونمو لابی کنن نفرها را به حساب در
جذب بکنن، بسا نیروهای بیگانه را بیرون جذب بکنن، به خود سبقه ملی بتن، که در صورتی که نمیتونن این کار را بکنن. حتی بارها خواهش شده کردن از من، من گفتم نه، به خاطر از اینکه شما یک دفعه 20 سال امتحان خود بر مردم افغانستان دادین، تکرار اشتباه گناه هست. یک چانس در افغانستان آمدین، او چانستانه در سال 92 تا 95 که طالبا کابل را گرفت و افغانستان را گرفت، شما یک امتحان دادین. خدا چانس دو برتان داد از سال 2001 تا به 2021، 20 سال دیگه. بنان شما مورای امتحان شده هستین. حضرت علی کرم الله وجهه میگه مرد مؤمن دو بار از یک ممر مسموم نمیشه. ما باید عفت کلام نگاه بکنیم، من رو به حساب اصطلاح چیشه نمیگم، که ما یک دفعه موری به حساب که امتحان خود داده، تکرارش اشتباه است و این تکرار اشتباه گناه است. و به خاطر منافع شخصی و تنظیمی خود، حتی بیرق تنظیمی خود بلند میکنن، حتی نمایندگی از ملت افغانستان نمیکنن، که بسا بگوین که ما به ملت تعلق داریم. وقتی که بسا بیرق تنظیم باشه، وقتی که به خاطر منافع سیاسی و پول و دلاری که در افغانستان از دست دادن، فعلا شاید از دست هم ندادن، امیال قصر مارشال دوستم هم حفاظت میشه، خانه استاد عطا هم حفاظت میشه، خانه بسا سالی هم حفاظت میشه، از محقق هم حفاظت میشه، کلگیش حفاظت میشه. بنان اونا میخواین پس دوباره در موقف باشن. بنان ما و ملت افغانستان، من فکر میکنم افراد آگاه و بیدار هیچ وقت فریب اتو چهره ها را نمیخورن و اینا مورهایی هستن که تاریخشان تیر شده، دیگه قابل قبول بر جامعه افغانستان نیست. افغانستان نیاز به یک تحول واقعا ملی داره. ملی جامعه افغانستان مسلمان است. ما ضرورت به این نداریم کلمه اسلامی یک برد یک بار سیاسی داره در این مسائل. بار اسلامی رو نپرتیم. ما مسلمان بودیم، مسلمان هستیم، مسلمان خواهد بودیم. چطور یک تحول دکتر صاحب، چطور یک تحول دیگه بیه؟ این تحول وقتی میایه که نما تو اجازه آزادی بیان باشه، افراد نخبه و شخصیت هایی که واقعا دلسوز بر جامعه افغانستان هستن، حرکتشان به رسمیت شناخته شود، اجازه داده شود که صحبت بکنن، اجازه داده شود که در ساختار حکومت، در ساختار دولت چی زن است چی مرد است سهم بگیرن. به این خاطر کوبیده نشوند که تو زن هستی به خاطر از اینکه خدا گفته و قرن فی بیوت کن، تو در خانه بشی به خاطر که تو زن هستی. نه، من عضو فعال جامعه انسانی و اسلامی بودم، بابا آدم که در روی زمین آورده شد، بی بی هوا امرایش بود. من پیشتر خواهر ما گفت که بساب زن محرم ضرورت داره. محرم حضرت بی بی مریم کی بود؟ شوهر نداشت، برادر نداشت، در صومعه زندگی میکرد، محرمش کی بود؟ بنان این مسئله محرم این چیزیش که ما را شخصیت ما را کوچک و خرد میسازه. ما میتونیم که شخصیت مستقل خود داشته باشیم. امروز بسیار کشورهای اسلامی هست که زنا در سطح رهبری قرار دارن، زنا عضو فعال جامعه شان هستن. امروز سنگاپور یک کشور نمونه در دنیا است، رئیس جمهورش یک زن مسلمان است. چرا؟ پاسپورت سنگاپور از پاسپورت بین المللی، دست پاسپورت بین المللی اولین پاسپورت است. این سیاست و کاردانی یک زن نشان میده. این سیاست و کاردانی یک زن در قرآن نشان میده که میگه که من تو را برگزیدم ای مریم بر زنای حساب عالم. این سیاست و کاردانی زنا را نشان میده که ملکه سبا را در قرآن نشان خدا یاد میکنه. بنان نباید حذف شود زنا، نباید حذف شود جامعه به خاطر از اینکه موافق نظر شما نیستم. باید صداها شنیده شود، باید از این عناصر ملی و اسلامی در ساختار یک جامعه نوین استفاده شود. اگه این فرصت طالبان میسر نکنن، خودشان حسرت میخورن، مثل که چانس دو اونا ناکام بودن، اینا هم ناکام خواهد بودن. خدا انشالله که این روز نبیاره. مجاهد صاحب، خداوند یک نصرت نصیب. یک سوال آخری، مجاهد صاحب، امکان داره که یک وقت جمهوری افغانستان یک خانم باشه؟ ببینین ما شما، پس ما فکر دی حساب به خاطر ازی دادن نمیتونم که ما الحمدلله قرآن داریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما هر مسئله که میای پس میایم در مسئله دین خدا که تجارت است، میایم در سوال ازی که قرآن به ما شما چی گفته، چه قسم راهنمایی کرده داده شده و مو صاحبش پیش رفت میریم. ما در این باره اصلا فکر خود ندارم. و حساب ازی که خواهرایم باشن، داشته باشن، بکنن بهترین تحصیلات را، بهترین پوینت ها را، زنها بهترین میتونن که بهترین وزارت ها را زنها پیش ببرن. چرا که ما زنها بسیار زیرک هستیم، بسیار اندک بین هستیم، بسیار چیزایی است که مردها شاید در بعض چیزها را که مثلا ببینیم، مثل که من پیشتر هم عرض کردم که زنها و فیزیک ما مختلف هست.
چیزایی را که مثلا الله تعالی مادرارا ما زنارا مادر ساخته. مادر یعنی قدر متوجه اولاد خود می باشه از وقت کودبک نشسته وقتی که طفل می آید. اینا رو ما زیر می بینیم که خیاست ها و خویای یا چیزای قسمی که خانم ها هست و در ضمن از او به حساب از این که شما گفتین به خاطر از این که یک زن آیا می تانه که مثلا به پادشاه افغانستان شوه یا به حساب پرزیدنت در آینده ما در این باره با پس همین جواب ما همین میشه که ما میخوایم پس بیاییم که با ما شریعت اسلامی چی گفته، هرچی که در شریعت اسلامی با ما گفته شده، هرچی که با ما با مو طریقه شریعت اسلامی با ما اجازه داده شده با مو صابش پیش میریم. در غیر از او ما کدام فکر از خود نمیتونم که در این باره داشته باشم، چرا که ما الله تعالی با ما روان کرده. مثل که آدم یک جای میری یک مپ است، قرآن شریف با ما و شما یک کتاب راهنماییست، مثل که دکتر صاحب پیشتر ذکر کردن. واقعا ما میبینم افسوس میکشم که قرآن شریف هم میگیرن در پوشا میمونن در تاقچه بالا که باش قرآن شریف نه بکشین قرآن و خصوص بیاین رو که ترجمهش بخونین ببینین که در قرآن چی گفته شده. وقتی که آدم فقط قرآن تو در بیش میخونی و تو ترجمه از رو نمیفهمی، تو اصلا نمیفهمی که در او چی گفته شده. قرآن شریفه ما به کل همی هر کسی که در هر سوشل میدیا که از ما میشنون ما به همه خوهرها و برادرها ما میتوسیه رو میکنم که وقت بکشین وقت بیانین قرآن شما رو شما قرآن شریفه بیاموزین با ترجمهش که سوال هم میکنم دیگه فکر میکنم اگر سمسور سر سوال داشتن ختمی و دیگه ختمی درباری کنن آخرین سوال کنن بارای ما حتما خسته شدن دو ساعت است امروی ما گپ میزنن ما خسته نمیشیم خب بیننده ها بالاتر از بیننده کلاکان در آیه میاره نام خدا در فیسبوک قضیات هستن کلشان بسیار هر تحولی که در افغانستان آمده جهان امو حکومت بذار که دو سه روز به رسمیت شناخته اگر از رای کودتا آمده اگر از رای انتخابات آمده انتخابات خونه شده زیادتر از رای کودتا و کودتای خونین یا کودتای سفید آمده الا چیست که طالبان یا حکومت اسلامی فعلی یا امارت اسلامی تا هنوز جهان پر رسمیت نشناخته. یعنی الا شما چی میدانیم؟ دکتر صاحب فقط شما قدم اول بگوین که نوبت شما است مجاهد صاحب بگوین. من نماینده طالبان هستم خانم مجاهد که نماینده شان است و دفاع میکنن اونا بگوین از خود طالبان پرسان کنیم که چرا شما الا چی میدانیم؟ شما به صفت به نظر من بر شما گفتم اونم کار پروژه‌ای است. مطابق میلشون وقتی که حرکت نمیکنه به حساب اینی مجازات به حساب میتفرشون این کارشون است. دکتر صاحب خدمی یک سوال چی در مصر ما دیدیم در وقتی که بهار عرب میگفتن در اونجا در مصر آقای مرسی به از رای انتخابات بسیار یک آدم فامیده رسیده میشناسمشون چرا خی اونا که او که به ایچی هم دیدن آیا شما در اینجا یک شباهت نمی بینین که یک مسلمان واقعیه که می آید حکومت میشه امی دنیای غرب و دنیای ملل متحد اما این موقف هم می گیرم مقابلش من براتون گفتم که حالا فعلا من هم می خواهیم جامعه مصر یک جامعه دیگه است حرکتی که اونا کردن انتخاباتی که اونا کردن علایده است و جامعه افغانستان نمیتونیم یک کشور کت کشور دیگه مقایسه بکنیم ما برتون گفتم که ایره از مسئولین طالبا دلایل اونا حتما دارن که این مجازات برشان میتن که ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم که یکی از اون که اونا عنوان میکنن که ظاهرا که بساب حقوق بشر مراد نمیشه و حقوق زن ما میفهمم که کلش بهانه است چیزای زیر پرده است بساب پلانایی است که مرموز است دو تعهد دوحه امرایشان امضا شده و دو تعهد اینا استوار البته نبودن از او خاطر مجازات میشن بنان ما فعلا نظر در اون مورد ندارم و بساب خواهر ما که نمایندگی از طالبان میکنن بفرمایید نظر خود بگین ما اول از می مجازات فهم کنم که آیا شما نماینده طالبان هستیم مردم تو فکر نمیکنه که ما شما را به صفت نماینده طالبان یا دعوت کردیم نه ما شما یک مبصر یک زن خواهر مستقل هستم یک خواهر الحمدلله یک اسلام پال هستم یک مسلمان هستم یک مجاهده هستم یک مبارز هستم ما الحمدلله الله پاک با ما وقدر عقل و هوش داده که ما ببینم که کی چه قسم است چه قسم نیست من نمیگم که همه چیز ما میدانم شاید که ما بسیار به نسبت
خود شما یا بسیار دوستا و بغامی خواهر ما کمی جستن. من هیچ وقت نمیخوام که خود بالا بزنم بگویم مایی یا ماوان، قطعا نی. ما این مقصد میخوایم بگویم که الحمدلله ما به یک جذبه که فقط برای لا اله الا الله و محمد رسول الله است، به خاطر اسلام است. ما به خاطر جذبه اسلام امروز با مبارزه برآمدیم. ما از کدام زندگی ما قسم تیر شده که ما هر رقم زندگی را به خصوص در خارج خواهر ما بیشتر ذکر کردن که چه قسم خواهر محترم ما از وقتی که یعنی بسیار عمر است که ما در خارج از طفولیت کلان شدیم، ما این را میبینیم که جامعه غرب چه قسم، یه حقوق جامعه غرب یعنی چه قسم، یه چال و فریب از اینا چه قسم، باز همه چیز از این را که آدم متوجه میشه. ما خودم به این رسیدم و ما از امریکا هم ازم خواهش کرد که بیام رایم کار کن، آلمانی هم رایم خواهش کردم که بیام رایم کار کن، ما خودم دیدم گفتم نه. آخر دیدم که یک حکومت واقعا در افغانستان آمد، یک حکومت اسلامی است، یک حکومتی است که از شریعت اسلام، از عفت ما، از عزت ما، از آزادی ما اونا قربانی دادن، دفاع کردن. او طالب او طالبه که نان خشکه اینه که توته نان او در جیب خود نگاه میکرد، باز اگر کدام جایی بیچاره او پیدا میکردن اونم نان خشکه در میه امید میکردن که یک زلمه قنام شوه که یک باید کنن، یک چک بزنن و بخورن. در اینه که نان در پای لوچ اینا رفتن جهاد کردن که تا امروز ما اینجا رسیدیم. من نمایندگی از هیچ کس نمیکنم، من نماینده به حساب یک امبسادر اسلام ما میتونم خود بگویم، یک به حساب یک فعال که به حساب حقوق بشر، واقعا حقوق بشر، چرا که بهترین حقوق در برای بشر در اسلام داده شده، در هیچ دموکراسی داده نشده. دموکراسی دموکراسی کسی خود کارش قانونای بشری است، خود بشری را ساخته. او قانونی که الله تعالی دنیا را عرض کرده نیست میکنه، این کائنات ها را عرض کرده نیست میکنه. میرم قانون قرآن و ما الله تعالی آورده، ما ارزم قانون قرآن پیروی میکنم. ما اونموری که هرچی که الله تعالی به ما ذکر کرده در قرآن باز از او به ما معرفیش بهترتر شده در حدیث شریف، ما حضور را میبینم که چی هست. امروز اگر جهان غرب یهود نصارا دیگه اینا امرای افغانستان مشکل دارن، مشکل از اینا امرای طالبان نیست، مشکل از اینا امرای اقتدار آمدن یک حکومت اسلامی است با شریعت اسلامی. اینا نمیخواین که افغانستان، ببینین هر افغانستان به حساب اینطور چه قسم براتون بگویم، یک کشور است که در اینجا هر امپراتور که آمد برشان قبرستان ساخته شد، قبرستان تمام امپراتورای روی دنیا اینمی افغانستان ما و شما است. شما گپ بایدن رو تایید میکنین، بله بایدن هم تیره گپ زده که افغانستان قبرستان. من میگم اگه در او گپشی گپ زده خو حقیقت گفته، از او خیمزیل چطور حقیقت از زبانش برامده، از او شیطان پرست. خب اگه گپ هم هست میایم سر از این مشکل از اینا. یکی اوتکی سب دیگه مثلا اینجاست که چرا شما گفتین چرا قبول نمیکنن این غربی ها اینقدر پیچکاری را در طول 20 سال در خلاف حکومت اسلامی، در خلاف طالبا اینا اینقدر پیچکاری ها کردن، اینقدر پیچکاری ها کردن که اینا یک دفعه نمیتونن 360 یک دفعه دور بخورن و با وطن و وطندار و با مردم و خود بگوین که ما امروز طالبا را اینقدر اینا دسیسه ها ساختن، تبلیغات منفی کردن، پروپاگنده های کردن در خلاف مجاهدین، در خلاف اسلام، چقدر مخشویا شد، چی گپ پایین. امروز یا نمیتونن، اینا میخواین مگر نمیتونن. مگر در زمین از این هم مشکل از اینا در اینجاست که اینا میگن اینا پاکستان باره میگه که کنتری باش برو باش، ترکیه باره باش میگه برو باش، آه میگه که تو سعی اسلام میخوایی، تو سعی یک سیستم اسلامی میخوایی، تو سعی یک شریعت اسلامی میخوایی. این کافرها ترس از یا شریعت اسلامی ما و شما هست که امروز در تمام دنیا اینقدر دنیا حالا می سعودی عرب تو سعی کو سعودی عرب چی شد؟ سعودی عرب برش گفتن یعنی کرونا و دیگه و دیگه کپو کسی خو یوم کرش یک پروپاگاندی دیگه است. برش گفتن که خب دینج که ما اگه مردم نمانیم به حج، خیلی تو به ما چی میکنی؟ تو که ما را در حج مردم نبیایه، ما خواهد این تورست دارم، ما خواهد این نفر بگیرم، که فرق نمیکنه که تو نمیشه کلب واسکو، نایت کلب واسکو،
پارتی ها را سربران کو حالا اون یک رستوران را ساختن که رستوران چی است؟ حساب هارر رستوران تو اونجا برو خود شکلای شیطانی می سازن مردم به خاطر که شکلای شیطانی رو ببینن اونجا برای نان خوردن اینمی چیزایی است که شیطان ها آورد اینا میره گفت ما بر تو توریست ترافیک توریست تو از پیشت گرفتیم به خاطر هچ بیا ما بر تو دیگه قسم ترافیک میدیم حالا دو سعودی عرب کو قدر سخت بود پیش حالا اونجا پارتی ها میشه کلاباس نایت کلاباس اونا همراه از اونا رفیق است همراه ترکیه رفیق است همراه پاکستان رفیق است همراه کلش مشکل است نظر شما در این که کشور جهان اسلامی است اسلامی چرا بر اسمت نمیشناسه افغانستان است اولش ما نمیش او خواره بودن نمیشناسه چرا کو دمی تمام یعنی شما میگین هیچ کشور اسلامی در دنیا وجود نداره ما تا افسوس به این میکشم که جهان شما صحبت کردین ما اجازه بدین ما به این افسوس میکشم که جهان اسلام همین جهان اسلام اینا همه قدر همت ندارن یک قدر اینا به همت هستن که یک از اینا نمی آیند در پالی همین برادرهای ما که واقعا لشکر اسلام هستن در پالی از اینا استادگی نمی کنن همه قمردانگی نمی کنن اونا هم چی هستن؟ همین چشمشان سون نمی امریکاست چشمشان سون نمی ناتوست باش که ناتو چی میگه باش که امریکا چی میگه باش کی چی میگه باش کو چی میگه ولی کدام کشور اسلامی تو به ما بگو که مستقل است یک کشور اسلامی در تمام دنیا مستقل نیست یگانه کشوری که در تمام دنیا واقعا آزادی داره و واقعا مستقل است افغانستان ما و شما امروز است امروز از همین خاطر بر ما هر بندش اینا آوردن بندش اقتصادی را آوردن ما به رسمیت نمیشناسیم الله تعالی بندایش هستیم ما را به رسمیت شناخته او خو کینگ تمام ورلد است یا امریکا و این آتو بشناسه نشناسه با ما هیچ فرق نمی کنن اونه ببینن الحمدلله ما دلیز های دیگه خود سربراه کردم برادرها که به اون طریقش بتانیم که ما وطن و وطندار خودم یک سیستم اکانومی که در کشور اینا در چرخش آوردن دمین کم خود خودشان خشک می خورن شاو تا صبح تا تانیمای شاو دا آفیس های خود کار میکنن باش که میگه افغانستان پیشرفت کنن باش که وطن ما آرام باشه باش که گلس ما آرام باشه من نمیگم که در افغانستان کلش گل و گلزار است یا وطن گل و گلزار است یا مردم ما بسیار آرام است نه در اون قدر بسیار کجا آرام بودن یک قدر کمک ها آمد مثل اوار پول در داخل افغانستان کمک آمد نبود و وقتم نبود آل خوب بیخی نیست حالا الحمدلله اگه از اون حالت ببینیم الحمدلله مردم پی اک سکون در ما خدا را حداقل دختراشون در سر سرکا خود موتر کشیدن نه نمیشه نه برده خود نمیشه که باز که سر از اون تجاوز شد بعد از یک سر از اون تجاوز شد باز بیارن پس ایلایشون کنن تشکر فکر میکنیم که بسیار بحث خوب داشتیم خدا کنه که دوستایی که ایره شنیدن از استفاده گرفته باشن بله ما میبینمشان بسیار دوستا میبینن و ای در تلویزیون بهار هم پخش میشه و تکی صاحب شما اگه کدام گفتنی ندارین ما دیگه زمانه خود میکنیم بله نس خبری خلیص بله بله صاحب میروانی نوزه پا اخیر که بیا هم گران دکتر صاحب سخه او گران مجاهد صاحب سخه منان کوم لطاسی نام سمسور صاحب واکن پزر پوری باس و اغا سی چه مجغور سلا اغا سی واس بولا اغا پدیر موضوعات بانجی بوشنی واچه والس بولا دکتر صاحب هم خپل افکار و خپل نظر بانجی مسایل و سیلالا مجاید صاحب هم خپل افکار و خپل نظر سلا و سیلالا ما مخی بولیش دا یو ازاد بحث دی دا کم تنظیم دا کم حزب دا کم حکومت نپا زد دی نپا گرد فقط یو افغانی بین الافغانی بحث دی او نام خدا دوارو دا خوندو پزر پوری وینای وکرلی خپل نظرون سرگند کرده افغانستان پا یو حالت قرار لدی چه باید مرست و سر ویسی باید کمک سر ویسی اگه غلط کابلنه باید انتقاد سی مشوره ور پرسی ما داگه نظرم زده استانی حکومت الٹرنیٹیو یا بدیل نوینم درسی جب در جنگ لاده سخن که انتخابات کیجی یا ولد کیجی خود صحیح خبر ده ولد جنگ لاده سخن امکانه لدی که جنگ کیجی او داد اولاد در جنگ لاده سخن کیجی دکر کوم پا افغانستان که با کورنی جنگون شروع سی او دیر افغانان او دیر مسلمانان در بدر و خط بسر او در منظر بارسی پا پای که بیا هم داکتر صاحب فیزانی سو مننه کوم ستاسو د دعوت نه البته دغه شیان چې ما ول د زما خپل شخصي نظر دی تاسو پیژې چې زما پلار په افغانستان کې لوی مکتب لري یو عالم پیروان لري او مګر دغه یې ماته شوډلې دی چې ته انسان او ته کولای شي خپل نظر ولري چې اله لرم غلط فهمي و نسی او دا داسې تعبیر نسی چې دا د فیضانی صاحب د پیروانو
نظر به دغه سی دا زما شخصي نظر ده حق لرم چې خپل نظر ولرم بالکل دا حق ځان ته ورکوم بل خبره چې کوم چې وای دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوستی که نادان بود که طالبان غواری چی واقعا افغانستان یا مستقل هیواد وی نو هیله کوم چه ده مختلف عناصر نه گتا و اخلی مخصوصا ده پوه و شزو نه گتا و اخلی ده پزای چی ده وزارت امر بالمعروف نهی انرمنکر ده وزارت زنان یا فلجی وزارت پزای بنده کینول دی یو بل وزارت جوړ کی دغه منور شدی خپل پایکره د حکومت کې ولري دا خور شعارونه ورکوي په شعار باندې نه کیږي عمل بل شی دی ملت داس نه وای چې ته آماده نه وي یو د رژیم ته ولید واخست نه دی اخیستای چې اوس راغله ملت نو انتظار نسی استلای چې یو شپږ میاشتې خطر سو یو کال نورم تیر سی چې تر تو ته آماده سی دا مسئله چې تاسو وایست خور وای میگه که ما بساب ضرورت نداریم خدا ما رو به رسمیت شناخته اگر ضرورت نداریم خیلی چرا تقاضا میکنیم یک کسی را که ما شکست دادیم چرا باز پس از اون میخواییم که ما رو به رسمیت بشناس در تمام 54 کشور اسلامی یک کشور اسلامی پیدا نمیشه که طالبان رو به رسمیت بشناسه چرا؟ این سوال است دلیل چی است؟ وقتی که اگه میگین کلگی نوکر خانجان است پس خانجان که گفت نه کلگی میگه بله نه پس اینجا بفهمیم که قدرت دیگه چیز است اینجا بازیهای سیاسی روان است و در این بازیهای سیاسی کشورهای همسایه ما دخیل است کشورهای بساب منطقه دخیل است و ابر قدرت‌های امریکا روس و چین شامل است این واقعیت است بنان به نظر من ما باید به این حالت من میاله به می دعا بساب گپ خود ختم میکنم که پدر من 52 سال پیش بر ملت افغانستان پیش کرد که بگوین اللهم انصر من نصر دین نبی نا محمد صلی الله علیه وسلم خدایا نصرت بده او کسایی را که ناصرین واقعی دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم است و جعلنا من اعوانهم ما را بگردان از جمله اعوان ایشان وخزل من خزل الدین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ولا تجعلنا منهم و جعلنا وسیلتا لهدایتهم خدایا خوار بگردان او کسایی را که خوار میکنن دین مقدس اسلام در هر لباس جامعه که هستن خدا کنه که در لباس دموکراسی هستن خدا کنه که در لباس دیکتاتوری پرولتاریا و کمونیسم هستن خدا کنه که در لباس بساب طالب هستن هر کسی که داعش هستن هر کسی که امت اسلام خوار میکنه و ملت مسلمان افغانستان خوار میکنه و نام دین مقدس اسلام خوار میکنه خدا اونا را خوار و ذلیل بسازه و ما را از جمله نگردانه بلکه ما را وسیله هدایت و رهنمایی از اونا قرار بده و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تشکر از دعوت شما و مجاید صاحب آخر استیتمنت ور کی چیز یه نظر صاحب ده برنامه پروگرام حد مجاید صاحب مهربانی کنید خواهر ما گفتم بی خواهر محترم ما اینجا نام دین که شعار بودم من نه کدام پروژه‌ای هستم، نه کسی به من پول داده، نه من از کس پول گرفتیم، نه الحمدلله از من وجدانم، من ضرورت دارم، نه اینجا آمدیم به حساب از اینکه من به حساب پروموشن کنم، این گپا اصلا نیست، خودت میگی به شعار آمدیم، خواهر محترم ما کلان هستی، بزرگ هستی، احترامت میکنم، و می خاطر نمیخوایم که حرف زشت و درست در مقابل خودت استفاده کنم، احترامت دارم، وقتی خودت از خاطر از این گفتی که شعارها هست، نه خواهر محترم ما یک به حساب یک کمیته که یک طرح هزیره طرح یک کمیته زنان که بتانیم یک کمیته زنان در افغانستان انشالله ایجاد بگردد و طرح هزیره همراه برادرها در رهنمایی انداختیم همراه از اینای گپ صحبت کردیم که انشالله تالا ما بتانیم در افغانستان یک کمیته زنان داشته باشیم که از این کمیته زنان در هر حساب کمیته مذکوره میتاند برای حفظ بزرگ بسیار منافع که دفاع از حقوق زن میشه حقوق اصلی و شرعی بانوان و هر مسائل ضروری روزمره مربوط به زنان از هر جوانب داخلی و خارجی و در ضمن از این بسیار مسائل دیگه است که ما میتونیم مسئله مهم سنگین و مسئله جنجالی که مربوط به زنان میشه این چیزایی است که ما بتونیم به حساب شرعی و اسلامیش یک کمیته باشه که در اونجای کمیته از زنا باشه که در این سلسله ما بتونیم که
مثل که سابق وزارت زنا بود و نمود یک وزارت پیش ما باشه که در ضمن از این ما یک تیم هم داشته باشیم. این طرح را ما ساختیم، روان کردیم، انشالله ببینیم که از برادرها چی جواب میایه، چی میشه. شما اگه فکر میکنین ما به شعار میتونم، والله بالله به وجدانم قسم است که سر ما حق ندارین. ما از بسیار صدق دل، از بسیار صداقت میایم مبارزه میکنم، گپ میزنم. امروز هم رای اوتکی صاحب از ما خواهش کردن، هم رای از اینا اینجا ما شریک شده شیشتیم، یکی نه یکی کنیم ساعت است. بی بی خواهر محترم همین اوتکی صاحب تو پرسان که اوتکی صاحب خودت و ما کدام یک گروپی میتینگ اینجا موز آمدیم نمیتینی؟ بله بی بی نه خود نه اونجا یا ما در دیگه هم پرگرام های تلویزیونی میام. ما پیسه کس را کار ندارم، ما به خاطر الله میکنم، به خاطر اعمال نیک میکنم. او خواهر محترم وقتی که ما شما در قبر میریم، فقط در قبر اگر تالی داشته باشیم یک کفن هم شاید که خود ببریم، و غیر از اون کفن هم شاید نصیب ما و شما نشه. ما وعده ما بر آخرت خود میکنم، ما به خاطر محبت به الله تعالی، از ترس الله تعالی میکنم، ما به خاطر هیچ کس و هیچ تنظیم نمیکنم. ان شاء الله تعالی این کمیته خواهرا سر دست است که ان شاء الله تعالی ما بتونیم خبر خوشی از طرف رهبری حکومت طالبان بشنویم، برادرای طالب ما، که ما بتانیم اینمتو همتو کنفرانس هایی که مثلا در اولزو یا در کمیته اروپا که دایر شد که در اونجا آریانا سعید بار زنا آمد یا بعض دیگه کسایی که آمدن که اینا به حساب حقوق از حقوق ما زنهای مسلم و مسلمان یا زنهای افغان که واقعا در قریاجات ها هستن که آمدن گفتن ما از حق شما دفاع میکنیم یا نمایندگی از شما میکنیم، اینا قطعا نمیکنن. اینا کلشان عمو فروخته شدگاه هستن، عمو دست و چپی های هستن که همیشه گفتن تو برن عمو رقص و دیگه و دیگه خود که میکنن دمو مشغول باشن، اونا نمیتونن که از ما نمایندگی کنن. اینمی کمیته ما انشالله ما بتانیم از طریق اینمی کمیته ما بتانیم یک بورد زنهایی را داشته باشیم، یک بورد دایرکتر زنهایی را داشته باشیم که ما بسیار خوش میشم اگر در بورد ما دکتر صافی فیضانی هم باشن. بسیار تشکر زنده باشیم. خلاصه همی هست که اینمی تو خواهرهای ما که هم علم دیدی دارن، هم علم عصری دارن، که دور خود جمع کرده بتانیم که کانفرانس هایی که صورت میگیره ما بتانیم بریم واقعا صدای زن افغان بلند کنیم. تشکر. و ما یک خبر دیگر ایچی میکنم که کل ما خبر داریم که یک خانم به نام ملاله فیضی، دکتر صاحب ملاله فیضی، به ملاله زیجنتون به عیس رئیس دمی افته ایچی شده و ما این بسیار خبر نیک خوب میبینم. انشالله در وقت در آینده شاید بسیار خواهرای ما، خانمای افغان، شاید در بسیار مقامای زودتر بلندتر برسن. اصلا دکتر صاحب نمینی، دکتر صاحب فیضانی نمینی، خیلی پارتی سیب در بلا خورمان جورو کو یو میخ عقیقی او فعلا په فیسبوک کې ده او دا به موږ په یوټیوب کې هم اچو. سمسور سم ما خو مشتاش د پروګرام تقریبا یو نیم ساعت جوړ کړی نو خدا دې والله دا دوه نیم ساعت شوه. او دا عارف سین څه پښتنه پیدا کېدل، عارف سوال پیدا کېدی نو کومه دای د امر کړی وای زه فکر کوم چې نه څلور ساعت پنځه ساعت نورم دوام پیدا کوي. بله بله صاحب، او ډیر مهمه موضوعګان وي او دوه خويندې چې راغلي وي دواړه نام خدا د ډیر خو افکار او خپل موقف واقعي افغانانه وي. او شاید دی په نظر کې هر انسان خپل ځان یو نظر لري، دی یو انسان نظر د بل نه غل لري، مګر دا مهمه ده چې دواړه یو واقعي پاک افغانانه دي او خپل د وطن په باره کې ډیر خو فکرونه لري، هغه لري یو دی یو لار نه غواړي فکر کوي چې خطر ده، یو فکر کوي دغه فعلی لار خلاب به نظر دی دفعه یو وقتی شیدی. مقصد دادی چیز مشتا چی حدا فقط دا الهان روشانه کول دی دا کم حزب و دا کم تنظیم و دا کم دولت سر نمخالفت لرو نور سر بلگریو شان شوائیو بد بدوائیو انتقاد کهی انتقاد کهو اشلایی دا کارون از مشتا چی آقا وزفاد او دا جیخ پرمونو حدا پام دا شیدی لطان هم یو آنم منالو کم سمسوات صاحب جونده وسه
شه ویکند تا غوړم سلام چنان په مخم خاصه په پامان